سلام و درود بر شما هموطنان عزیز، همیاران و پشتیبانان سیمای آزادی. خیلی خوشحالیم که چند روز مونده به 27 همیاری با سیمای آزادی در این ویژه برنامه ارتباط مستقیم به همین مناسبت از این لحظه همراه شما هستیم. من هم خدمت شما دوستان عزیز سلام میکنم و درود میفرستم به هموطنانی که از روزهای پیش در کارزار میهنی همیاری با سیمای آزادی تلاش و فعالیت‌های خودشون رو شروع کردن. بله، روز جمعه همچنان که اعلام شده 23 دی ماه مطابق اعلام روابط عمومی سیمای آزادی 27 همیاری با سیمای آزادی شروع میشه و 3 روز هم ادامه خواهد داشت و سیمای آزادی از روزها پیش با برنامه‌های ویژه‌ای به استقبال این گلریزان رفته. واقعیت اینه که سیمای آزادی که مردم ایران از دل و جونشون به یاریش برمیخیزند، بر فداکاری هموطنانی که کمک‌ها و تلاش‌ها و کوشش‌های خستگی ناپذیرشون باعث استواری اون شده هستش و این رسانه رو اونا ساختن و در میان کشاکش خونین مردم و مقاومت ایران با دشمن مردم ایران تونسته تا به حال به پیش بره. بله، به همین خاطرم تک تک کلمات و تصاویری که از این تلویزیون پخش میشه برخلاف رسم رایج زمانه نه دعاوی پوچ و بی محتوا، بلکه بازگو کننده دردها و رنجهای یک ملت اسیر هست و نمایشگر قیام عظیمی که یک خلق به پا خواسته برای آزادی و برای حاکمیت مردمی به اون دست داده. بله، در ویژه برنامه ارتباط مستقیم که در آستانه 27 همیاری به همین موضوع اختصاص دادیم، پای صحبت شماری از مسئولین و دست‌اندرکاران سیمای آزادی و گزارشگران و همکارانمون در اقصا نقاط جهان میشینیم تا صحبت‌هاشون رو درباره وظایف و مسئولیت‌های سیمای آزادی و اهمیت همیاری به خصوص در شرایط ویژه قیام سراسری و پیشرفت انقلاب دموکراتیک مردم ایران بشنویم. با ما در این ویژه برنامه همراه باشید. گلریزان همیاری با سیمای آزادی. برای رساندن صدای اعتراض و قیام سراسری مردم ایران در جای جای میهن اسیر. 27 گلریزان همیاری با سیمای آزادی. 23، 24 و 25 دی ماه 1401 برابر با 13، 14 و 15 ژانویه 2023. خب، همیاری 27 همچنان که توضیح دادیم در شرایط ویژه‌ای برگزار میشه. میدونیم که میهن ما در کوران یک انقلاب بزرگ و یک قیام سراسری هست و اونچه که خیلی برجسته است در این قیام هر روز که میگذره سرعت تحولاتی که در واقع به سختی میشه روند تحولات و رویدادها رو پیش بینی کرد. اجازه بدین که برنامه این هفته ویژه برنامه در واقع ارتباط مستقیم به مناسبت 27 همیاری با سیمای آزادی رو که در استقبال اون شروع کردیم شروع بکنیم با گفتگویی با برادرمون مرتضی اسماعیلیان که الان اینجا در استودیو حضور دارن و ما در خدمتشون هستیم. سلام میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید. سلام از باز و خیلی ممنون و همچنین سلام بکنم به هموطنان عزیزم، بینندگان عزیز سیمای آزادی و همیارانی که در طی این سالیان مستمرن در واقع به کمک و همیاری سیمای آزادی برخواستن. و اجازه بدین قبل از شروع صحبتمون درود بفرستم به شهدای والا مقامی که همین دیروز به شهادت رسیدن و در مقابل رژیم سرخم نکردن، ایستادن و مقاومت کردن، در واقع با دست خالی جلوی مزدوران رژیم ایستادگی کردن، ایستادن و اونها رو به کیفر رسوندن و در واقع جواب نه دادن به اون سیاست تسلیم طلبی و سیاستی که در واقع جهانبینی بی‌هزینگی رو نشون میده. من در خدمت شما هستم. درود بر شما، خیلی ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید، در این برنامه شرکت کردید. اشاره کردید به دو قهرمان شهید، دو قیام‌آفری که دیروز همچنان که گفتید روز شنبه رژیم آخوندی اونها رو در کرج اعدام کرد و شاهد
طوفانی از واکنش‌ها در سطح جهانی هستیم و همچنین در داخل میهنمون که در خبرهای امروز بود. پس اگر اجازه بدید ما از همینجا شروع بکنیم. بله. در مورد اعدام‌ها، دو اعدامی که دیروز بود و قبل از اونم که دو شورشگر دیگه که توسط رژیم اعدام شدن و شاهد بودیم چه واکنش‌هایی رو به دنبال داشت. میخوام اینجا عطف به فعالیت‌های سیمای آزادی، چون الان موضوع بحثمون سیمای آزادی و همیاری با اون هست، در کارزار ضد اعدام، اعدامی که رژیم آخوندی به اون دست میزنه و افشای جنایت‌های رژیم، سیمای آزادی چه نقشی داشته؟ چطور شما این نقش رو ارزیابی میکنید؟ اگه اجازه بدید من ابتدا از نقش رسانه شروع بکنم. خب هر رسانه‌ای اولین قدم و اولین کاری که در رابطه با مسئولیتش باید به عهده بگیره به صدا خط اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن بینندگانی هستش که در واقع به اون رسانه توجه دارن. بنابراین اولین قدم در رابطه با همین دوتا اعدام جنایتکارانه که رژیم بهش مبادرت کرد درباره سیمای آزادی هم همین کار بود، یعنی اینکه در واقع اولین قدم اطلاع رسانی به صورت واقعی و حقیقی در واقع انجام شد. این اقدام جنایتکارانه که همون اوایل صبح انجام شد بلافاصله توسط سیمای آزادی به اطلاع هموطنان رسید و فقط به این نم اکتفا نشد که اطلاع رسانی بکنه، از قضا واکنش های بسیار گسترده ای که در سطح بین المللی و در داخل ایران وجود داشت از همین اعدام جنایتکارانه بلافاصله در دستور کار سیما بود و اون رو به اطلاع مردم رسوند. پس بنابراین اولین قدم در واقع همون اطلاع رسانی بود و اینکه چجوری بایستی اینو به اطلاع مردم برسونیم و چجوری اونا رو مطلع بکنیم. ولی دومین اقدام و اقدامی که در واقع سیمای آزادی در این زمینه انجام داد همون انتشار اخبار مقاومت ایرانه. اخبار مقاومت ایران که یک قلمش در واقع در این رنج ها و خون ها خودش رو نشون میده، ولی واقعا در طی این سالیان درازی که در واقع سیمای آزادی شاید 23 سال از تاسیس سازمان از تاسیس سیما میگذره، این سازمان میگذره، در طی این 23 سال مستمرن از این رنج خون ها و این مقاومت ها سیمای آزادی باش مواجه بوده و نقش و مسئولیت خودش رو در گام اول اطلاع رسانی و خبررسانی در واقع در عهده خودش قرار داده، در عهده خودش قرار داده. ولی یک نکته که همواره سیما باش مواجه بوده اینه که همیشه وقتی میخواست اطلاع رسانی بکنه با پدیده‌های مختلفی مواجه بوده و یکی از مهمترین موانعی که تو این مسیر باش مواجه بوده فیلترهایی بوده که سر راهش قرار گرفته. اجازه بدید من این رو توی سه تا محور بتونم خدمتتون بگم. اولین محور که در واقع در رابطه با خود رژیم هست، رژیم در واقع اولین نقطه‌ای هستش که مانع رسیدن صدای مقاومت مردمی به خود مردم و به خود جوانان و شورشگران هست. اون رو در طی این سالیا ما تجربه کردیم با انواع پارازیت ها، با انواع ایجاد موانع، با قطع شبکه ها، با دسیسه ها و توطئه هایی که در واقع رژیم کرد، خواسته که در واقع فیلتری باشه برای رسیدن خبرها و اخبار مقاومت به مردم و جوانان، به اون کسایی که در واقع باعث این اخبار مال اونهاست و باید به اطلاعشون برسونه. ببخشید اخبار دروغی هم که راجع به اینا رژیم میگه جز همین مواردیه که شما صحبت میکنید؟ بله. بله، یعنی دقیقا از قضا اولین اقدامش اقدامات فیزیکیه که رژیم انجام میده، مثلا اینترنت رو قطع میکنه، پارازیت روی ماهواره میندازه، نمیدونم انواع دستیسه‌ای که به لحاظ فیزیک و مکانیک در واقع دستگاه مانع بشه، ولی به اینجا اکتفا نمیکنه. خوشبختانه الان ما در دوران پیشرفت ارتباطات قرار داریم و ارتباطات به این سادگی قابل غیر دسترس شدن توسط رژیم نیست، چون سطح ارتباطات بسیار پیشرفت کرده. توطئه دومی که در واقع رژیم برای ممانعت از این کار انجام میده اینه که با انواع به اصطلاح پارازیت ها مخشوش کردن خبرها، ایجاد خبرهای مثلا دستساز توسط رسانه های دستساز، در واقع بتونه به نوعی در مقابل رسانه های مختلف دام په بکنه و اجازه نده
مثلا مردم متوجه اصل ماجرا و اصل خبر بشن و تو این رابطه هر اقدامی تا به حال تونسته از دستش بر اومده انجام داده و اون رو دنبال کرده. مثلا همین که مثلا اعدام رو میگه خودکشی و بله اون بیماری و فرهنگ رایج در واقع خود رژیم بوده و خبر پردازی ها و دروغ پردازی هایی که در واقع رژیم تو این زمینه انجام داده تو این رابطه دست داده. و سومین مسئله‌ای که در رابطه با رژیم باید بگم اینه که پس بنابراین درآوردن حقایق از دل چنین دسیسه ها و توطئه هایی و اون رو به اطلاع رسوندن مردم و مقاومت، این یکی از به اصطلاح مسئولیت ها و مأموریت های سیمای آزادی در طی این سالیان بوده که این رو به اصطلاح من تا اونجا که شاهدش بودم با به اصطلاح بیشترین بهایی که خود دست در کارهای سیما بهش پرداختن این کار انجام شده و با حوصله و با دقت و با مثلا موشکافی در واقع تونستن اون خبرهای درست رو به اطلاع مردم برسونن. ولی اجازه بدین من دو تا نکته دیگه هم تو این زمینه خدمتتون عرض کنم. یکی سیاست رسانه است. اگه اجازه بدید به این صورت توضیح بدم که ببینید یکی از مسائلی که هر رسانه‌ای باش مواجه هست سیاستیه که اون رسانه باش درگیره دنبال میکنه. الان مثلا فرض کنید هست، معلومه دیگه هر رسانه‌ای اساسا در این سطح بین‌المللی دنبال همون سیاست‌هایی هست که اون کشور و یا اون که تامین کننده مالیش هست دنبال محقق کردن همون سیاست هاست و این سیاست رو به همون شکل اجرا میکنه و پیش میبره. پس ما الان با یک مقوله به نام سیاست‌های هر رسانه مواجه هستیم. ولی اگر بیایم در رابطه با خود سیمای آزادی بگیم سیاست رسانه سیمای آزادی چی هست، خب معلومه که سیاست سیمای آزادی اساساً متکی به مردمه، یعنی چه به لحاظ مالی، تامین کننده مالی، تامین کننده به اصطلاح چیزایی که نیازایی بوده که همیشه دنبالش بوده تامین بکنه، مهمترین جایی که تکیه کرده روی مردم و همیاران و مقاومت ایران بوده. یعنی به اصطلاح تنها تکیه‌گاه مردم بوده که باش سر و کار داشته و به همین خاطر هم سیاست‌هایی که به این مردم برمیگرده رو دقیقاً پیش می‌بره. از قضا من همین رو می‌خواستم بگم که به همین خاطر سیاست‌هایی که سیمای آزادی دنبال می‌کنه اساساً سیاست‌های مردمی و انقلابی بوده که در خدمت به اصطلاح این سیاست منافع مردم و به اصطلاح مواضع حق طلبانه‌ای که مردم در رابطه با مبارزشون دارن پیش می‌برند در خدمت این سیاست بوده. می‌خوام من این نتیجه می‌گیرم که می‌خوام بگین که رسانه نوتر و بی‌طرف و بدون سیاست دقیقاً وجود نداره. دقیقاً از قضا مثلا تو همه رسانه‌ها که نگاه می‌کنیم طبیعی هم هست که هر کشوری یا هر مثلا جایی که رسانه‌ای رو به وجود میاره تامینش می‌کنه، تامین مالیش می‌کنه، تامین بودجه براش می‌کنه به این هدفه که در واقع سیاست همون دولت رو، همون سیاست کشور رو دنبال بکنه. و اینجا در رابطه با سیمای آزادی به این واقعیت و به این حقیقت میرسیم و این اهمیت سیمای آزادی رو از قضا در این دوران برای ما خیلی روشن میکنه که چیکار کنیم و چه جوری با سیمای آزادی نگاه کنیم. بله، قبل از اینکه صحبتمون رو با ایشون ادامه بدیم اجازه بدید حسن از انگلستان روی خط هستن. سلام میکنیم به شما، خواهش میکنم بفرمایید و خوش آمدید به ویژه برنامه ارتباط مستقیم به مناسبت 27مین همیاری. بفرمایید. بسیار سپاسگزارم خواهر گرامی. سلام عرض میکنم حضور شما، مجریان برنامه و همینطور برادر مرتضی. باید عرض کنم که برادر مرتضی بحث خیلی خوبی رو شروع کردن و چرا سیما وجودش اینقدر اهمیت داره. من اگه اجازه بفرمایید میخوام بحث و سوال رو برعکس بکنم، اینو مطرح بکنم که چطور میشه، چی میشد اگر سیمای آزادی وجود نداشت؟ اگر سیمای آزادی در صحنه سیاست تاریخ ایران نبود چه اتفاقایی میافتاد؟ واقعا چی میشد در این دنیای وانفسای میدیای امروز
که هر جنایتی را که دول مباشرگرا و امپریالیستی و جیرخارانشان بخوان انجام بدن به اسم صلح و دموکراسی جلوه میدن. من خوب یادم میاد خواهر گرامی که در دوران انقلاب در انگلیس بودم، یک رادیو موج کوتاهی داشتم که باهاش سعی میکردم اخبار ایران رو دنبال کنم. شما موج رادیوها رو که عوض میکردید با وجود اینکه زبان خیلی هاشون رو به طب نمیدونستیم ولی یک اسم به طور مرتب تکرار میشد و اون آیت الشیطان خمینی بود. اینطوری بود که یه آدم دجال رو روی خون ملت ایران به ملت ایران غالب کردن. راستی اگر سیمای مقاومتی نبود کیا ساعت نگردان سیاست امروز ایران بود؟ بی بی سی که روانشاد احمد شاملو به خوبی با یه جمله خیلی کوتاه بعضش رو تعریف کرد. من اون جمله رو نمیگم ولی چقدر خوب توضیح داد که چه سازمان پست و بی‌آبرویی. راستی اگر سیما نبود کی صدای مقاومت ایران زمین بود؟ کی صدای 67 بود و صدای جنبش قتل عام شدگان 67 بود؟ اگر سیمایی وجود نداشت اخبار غارت مماشاتگران و رژیم رو به قول معروف کی آنتنی میکرد؟ اگر سیمایی وجود نداشت کی میخواست با 110 شبکه رادیو تلویزیون رژیم رو در رو واسته؟ همین امروز میبینیم که چطور امثال بی بی سی و وی او و من و تو و غیره چطور به رژیم کمک میدن. همه میدونیم که این شبکه ها با چه بودجه های کلانی چه از دولت هاشون یا از امثال دولت های عربی رو پا مانده و مجری های این برنامه ها این شبکه ها چه پولای هنگفتی از خیانت به مردم ایران به جیب میزنن و اگر به دستورات این شبکه ها عمل نکنن چطور به راحتی از کار میندازنشون و بعد میان روی اینترنت خیلی مسائل رو میکنن. خلاصه اگر سیمای آزادی نبود کی صدای مردم ایران بود؟ کی رنج ملت ایران رو به تصویر میکشید؟ من در رابطه با بودجه های سنگینی که این رادیو تلویزیون ها در جهت خلاف منافع ملت ایران خرج میکنن صحبت کردم، اما تا حالا هیچ کی نتونسته سیما رو به گرفتن حتی یک قرون از هیچ دولتی متهم بکنه. همه میدونیم اگه مدرکی وجود داشت تا حالا چقدر اینا رو میکردن و هزار بار به اصطلاح رو آنتنا میدادن. همه میدونن که مجریان و دستندرکاران سیما بدون حقوق سالیان سال از عمرشون رو برای تحقق دموکراتیک انقلاب دموکراتیک ایران زمین گذاشتن. درود و تعظیم به تک تک شما. من کوچکتر از اون هستم که به هموطنانم رو دعوت در شرکت در همیاری با سیما بکنم، چون خوب میدونم که مثل همیشه در یاری با سیما ساعتها و شاید روزها برای شرکت در برنامه در صف خواهم بود. من که شخصا بسیار خوشبخت و خوشحال میشم اگر سیما کمک ناچیز من رو بپذیره. میدونم خیلی از دوستان الان روی خط هستن و بعدم مرتضی هم مطمئنن اطلاعات بیشتری در اختیار ما میذارم، اما اجازه بفرمایید در آخر عرایزم یادی کنم از جاودان فروغ‌های سیمای آزادی، خواهرمون سهیلا رضایی و برادرمون مسعود فشکی، خواهر و برادری که یک عمر سر به پای آزادی گذاشته. من مطمئنم که همیاری، برنامه همیاری با موفقیت کامل امسال به خصوص در این شرایط بحرانی برای رژیم، البته روزای سرافرازی ما ایرانی ها در تمام دنیاست و به زودی شاهد سرنگونی این رژیم خواهیم بود، برای برنامه آینده همیاری بسیار آرزوی موفقیت دارم و انشالله که روز جمعه خدا بخواد اولین نفر باشم که در برنامه شرکت کنم. ولی از الان قبول کردین که هر چقدر منتظر شدین به دل نگیرین. اختیار دارین. باعث خوشبختی.
خیلی ممنون. خدمتتون هست کنم که برنامه همیاری، عذر میخوام زیاد وقتتون گرفتم، بهترین برنامه سیماست. اینو با تمام وجود میگم، برای که بدون اقرار در واقع تمام تماشاگران شما مجریان این برنامه هستم و این بسیار دلنشینه. بله، ما هم با شما کاملا موافقیم. ما هم 100% موافقیم، چون شانس اینو داریم که با بیشترین تعداد از هموطنانمون در اون روز صحبت کنیم و این خیلی پرداخت بزرگی به تک تک ما. امیدوارم شما روزای همیاری رو تمدید بکنید از اول که مردم قبول نکنید. اصلا ما اول بیدید. اصلا هنوز شروع نشده، داره از ما قول میگیره که همیاری رو تمدید کنیم. چشم. بله، ان شاء الله که همین امشب قولش میدیم. قربان. خیلی سپاسگزارم. درود بر شما، خیلی ممنون از تماستون از همیاران همیشگی سیمای آزادی. خدا نگهدار. درود بر حسن. و چقدر خوب و چه بجا زنده کرد یاد خواهرمون سهیلا ضیا و برادرمون مسعود فرشی که همواره حضور دارن در واقع در دقیقاً واقعا همواره حضور دارن روزانه. خب اگر که اجازه بدین در این فرصت که پیش اومده، چون بحث اعدام ها شد، من سوالم از شما اینه که حتی مختصر هم حتی بتونیم بهمون توضیح بدیم پیامد این اعدام ها چیه؟ خب مشخصه که رژیم برای ایجاد رعب و وحشت این کارو میکنه، البته سالیانه داره این کارو میکنه، ولی دقیقا در این پروسه قیام ها یا به نتیجه رسیده در این رابطه؟ مطمئنا نه. خب طی این سالیان اساسا سیاست رژیم سیاست اعدام بوده، سیاست اصلا میگن حاکمیت اعدامی یا حکومت اعدامی، و خیلی هم تو شعارا مطرح میکنن، میگن که ما حاکمیت اعدامی و حکومت اعدامی نمیخوایم. ولی به اصطلاح در طی این سالیان هم هر کاری کرده اصلا به نتیجه نرسیده. خب سابقه اعدام هایی رو که رژیم در پیش گرفته، البته در به اندازه حاکمیت طول عمر حاکمیت این رژیم در ایران بوده، چون که ببینید از همون سالیان اول به طور خاص اولین پایه‌ای که گذاشت در سال 60 اعدام‌های ده‌ها و صدها نفره هر بار در ایران بود. اون چیزی که در واقع ما شاهدش بودیم دیگه تو همه زمینه‌ها، و این سیاست رو مستمرا ادامه داده. ولی آیا در مقابل یک نسل به خون نشسته آیا موفق شده این سیاست رو پیش ببره و این نسل رو به سکوت بکشونه؟ این سالیان، تجربه این سالیان نشون داده که هر چقدر که جلو اومدیم نه تنها این سیاستش موفق نشده، بلکه از قضا در مقابل مقاومت مردمی به شکست انجامیده. حالا نگاه کنین توی همین دورانی که ما نگاه میکنیم، دو تا اعدام همین روز شنبه انجام گرفت. ببینید چه واکنش از طرف مردم وجود داشت، یک واکنش بسیار گسترده و وسیع. مثلا فرض کنید در طی این دو روز ما شاهد گسترده ترین تظاهرات در شهرهای مختلف ایران بودیم. همین امروز اخبار سیما در واقع گزارش از همین تظاهرات ها داد که چقدر گسترده در واقع مردم به صحنه اومدن و صحنه رو به دست گرفتن. در اصفهان، در نجف آباد یه بخش بزرگی از زنان غیور نجف آبادی اومدن به صحنه و شعار دادن، گفتن که ما اگر یک نفر کشته بشه 1000 نفر کشته شه. در بقیه شهرها دیشب توی تهران ده ها منطقه تهران شعار شبانه و تظاهرات شبانه انجام دادن و در واقع ریشخند زدن به اعدامی که رژیم کرده بود. خیلی هم معنی داره شعارهایی که میدادن، قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان. دقیقاً همین امروز در تهران در روز روشن مردم به خیابان اومدن در شهرهای مختلف و این قیام رو ادامه دادن. پس معنی این اعدام و نتیجه که رژیم از این اعدام گرفته که میخواست اعدام بکنه، مردم رو به سکوت بکشونه و اون رو مثلا نگذارم کاری جلو بره، مادهش در صحنه عمل این شد که حجم تظاهرات و حجم اعتراضات بیشتر شد. از طی این چند سالی که در واقع رژیم در حاکمیتش به سر میبره، میبینین که مستمرا اعدام کرده، مستمرا از 5 مهر که صدها و هزارها در واقع به اعدام کشید، در تا سال 67 که 30,000 نفر را به اعدام
محکوم کرد و واقعا خیلی شگفت انگیز و بسیار غرورآفرینه که به رغم این اعدامای گسترده در از 30,000 اعدامی که در طی این سالیان انجام گرفته، از 30,000 اعدامی همه با سر بلند، با سر برافراشته در مقابل خطی که رژیم میخواست دنبال بکنه جواب ندادن و بر مجاهدت خودشون و بر مثلا مواضع مقاومت خودشون ایستادن و سربدار شدن. بله، حالا یه سوال اینه، آیا یکی از شاخصهای در واقع به نتیجه نرسیدن سیاست رژیم میتونه واکنش خود خانواده های شهدا باشه به نظر شما؟ چون به هر حال یک زمانی شما میدونید در همین الان داشتین اشاره میکنید مثال 67 یا 60 در مقابل اعدام های انقلابیون، مجاهدین و سایر مبارزین، خب خانواده های فقط اونها بودند که می ایستادن سر مواضعشون، دفاع میکردن از راهی که فرزندشون رفته و هر چقدر که در اون فضای اختناق مطلق امکانش بود در زندان میرفتن تعصب کردن. ولی ما الان در واقع با رویش این پدیده مواجهیم، کمتر خانواده ای هست که در ازای شهادت فرزندش دادخواهی نکنه. خود این یکی از عوامل شکست رژیم در پیشبرد این سیاست نیست؟ حتما اینطوره، حتما اینم یکی از عوامل شکست رژیم در پیشبرد اون سیاسته. طبعا بستگان هر شهیدی که در واقع هست همشون یک رزم و یک رویش جدید در جامعه به وجود آوردن که این رویش جدید رو در این مدت الان به مثلا گسترده ترین وجه میبینیم و میبینیم که در واقع چه نتیجه این مقاومت سالیانه در واقع به این نقطه رسیده. بنابراین اگر من بخوام در مورد همین اعدام و کاری که سیاستی که در واقع رژیم خواسته دنبال بکنه جوابتون بدم، نه، مطمئنا این سیاست نمیتونه به هدفش برسه. چرا حالا باز این چنین اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه این اعدام ها و ارعابی که در واقع رژیم انتظارش اینه که از این اعدام ها داشته باشه در ماده عمل به عکسش تبدیل شده، گسترده کرده مقاومت را، آنچنان در واقع صحنه را بر رژیم بسته و تنگ کرده که دیگه رژیم به داد و فغان در اومده، به نوعی داره نتیجه عکس میگیره. بله دقیقاً. بله نتیجه من یه سوال هم اینجا داشتم، آیا خود در واقع گسترش دادن قیام یک عاملی برای ممانعت از سرکوبگری رژیم نیست؟ چون الان صحنه اینجوریه دیگه، تا فرصت پیدا میکنه اعدام ها و سرکوب و دستگیری ها بالا میره و فکر میکنم این میتونه راه کارش این باشه، هر چقدر که در واقع قیام اوج میگیره و اعتراضات گسترده تر میشه طبعا رژیم ناتوان تر میشه. بله، این که حتما اینطور هست، چون که الان این گستردگی مقاومت رو در جامعه هر کم از سردمدارای رژیم به نوعی بیان میکنن و میگن که آقا الان من امروز داشتم این حرفای سلامی رو گوش میکردم، تو اخبارم اشاره شد بهش، مطرح میگن، میگفتش که رسانه ها میخوان با صدها و هزارها دروغ قلب و ذهن جوانان ما رو سرقت کنن، که معنی مادی حرفش اینه که پس بنابراین قلب و ذهن جوانان این وطن در واقع بر علیه رژیم و در خدمت اون مقاومت جانانه ای هستش که طی این سالیان وجود داشته. ماده خودشون در واقع به صورت علنی دارن به این شکست اذعان میکنن و اون رو مطرح میکنن که چجوری سیاست النصر رو به رعب به شکست انجام میده و اون رو در واقع به نقطه ای رسونده که رژیم در باطلاق در واقع سرنگونی قرار گرفته، دست و پا زدنش باز هم منجر میشه به بیشتر فرو رفتنش. بله، شما در خلال صحبتاتون، حالا ما موضوع اعدام و جنایت هایی که رژیم صورت داده و واکنش هایی که به دنبالش بوده چه در داخل چه در خارج رو توضیح دادید و پیامدها و تاثیرات اون و به نوعی در از خلال مثلا این توضیحات میشد تا حدودی مثلا مختصات کنونی رو متوجه شد در دل استمرار قیام سراسری که الان وجود داره، این که خلاصه وضعیت در میهنمون از چه قرار است. حالا همیاری با سیمای آزادی، یعنی 27مین همیاری با سیمای آزادی در این شرایط داره برگزار میشه. میخوام ازتون بپرسم که
خب نقش اهمیت و جایگاه این همیاری به نظر شما در وضعیتی که الان هستیم چیه؟ اتفاقا خیلی موضوع مهمیه و شما دست گذاشتین و از قضا این رو باعث خیلی روش به صدا متمرکز بود. ببینید الان بسیار شرایط ایران، شرایط به صدا قیام در ایران به نقطه حساسی رسیده، یعنی لحظات تعیین کننده است. همه اقداماتی که هر کدوم از این به صدا امکان پذیر انجام بدیم در خدمت قیام و برافروختن این قیام مؤثر و کمک کننده است. بنابراین اگر امروز هر روز که میگذریم یک حادثه پیش بیاد، اگر مثلا فرض کنید همین امروز که سال روز سرنگون کردن در واقع هواپیمای اوکراینی هست که با منجر به اون کشتار عظیم مسافران اون هواپیما شد، اگر همین امروز رو در نظر بگیریم و این تمام به صدا تحولاتی که در همین امروز هست، تحولاتی که مثلا فرض کنید تو همین کشورها همه هواداره مقاومت به صورت‌های مختلف در ده‌ها کشور اقدام کردن به تظاهرات، اقدام کردن به در واقع محکوم کردن این به صدا سرنگونی هواپیما توی کشورهای مختلف، تو ایران هم باز به همین صورت وجود داشت، تو ایران هم تظاهرات بود و اعتراض بود، اعتراض به اعدام بود، اعتراض به مثلا سرنگون کردن و بی‌پاسخ موندن سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. پس بنابراین روزها بسیار متحول و بسیار حساسه. از ابزارهای این مقاومت سیمای آزادیه، یعنی اگر ما سیمای آزادی رو نداشته باشیم، در واقع پیش برد و پیشرفت این قیام و مقاومت بسیار سخت و دشوار خواهد بود و رژیم هم از قضا همین رو میخواد که میخواد صدای این سیما رو در واقع به بالاترین سطحش اون رو مسدود کنه و ببنده. بنابراین اگر بخوام یک کلام بگیم، ببینید من به خاطر که حرفم رو کامل تر بکنم اجازه بدیم به یک استنادی بکنم به یک حرفی از سردمداره رژیم. همین امروز این حاجی زاده هست که مسئول جنایتکار بله هوافضای سپاه پاسدارانه و از قضا در واقع هواپیمای اوکراینی هم در زمان همین جنایتکار در واقع سرنگون شده، در واقع با توطئه های همین، این اومده امروز صحبت کرده، مطرح میکنه، میگه که آقا امروز رسانه ها به پایگاه دشمن تبدیل شدن. خب فقط به اینم اکتفا نمیکنه، اشاره میکنه به رادیو منافقین به اصطلاح خودش که در واقع اشاره میکنه به نوعی به سیمای آزادی و میگه که اینا تبلیغ میکنن سعی در تعمیق بخشیدن به شکاف بین سردمدارا و سرکندگان رژیم با مردم داره. بعدش هم اقرار میکنه، اعتراف میکنه، میگه که آنچه امروز بین مردم ما فاصله انداخته بیشتر به خاطر تبلیغات بیرونی است و متاسفانه اثر هم گذاشته است. پس بنابراین ما با یک رسانه اثرگذار مواجه هستیم، با یک رسانه ای که یک روز و یک ساعتش هم میتونه تعیین کننده باشه در پیش برد این قیام و مقاومت و سرنگونی که در واقع رژیم در معرضش قرار گرفته. اگر این رو ما به عمق ببریم، معنیش اینه که هر لحظه ای که ما بتونیم این چراغ رو روشن نگه داریم و این به اصطلاح چیزی که خود همیاران به بهترین شکل اشاره میکنن بهش، سیمای آزادی چراغ خونه های ماست، اگر ما این رو بتونیم کمک بکنیم برای چی؟ برای پیشرفته طبعا تاثیرگذار در خدمت انقلاب مردم هستش. دقیقا. حالا اینم رسانه‌ای هستش که همونطورم که اشاره کردم تنها پایه و تنها تکیه گاهش همه مردم و همیاران سیمای آزادی هست و به همین خاطر نقش و جایگاهی که الان این مثلا سیمای آزادی داره و تأثیری که همیاری داره تو این مثلا پیش برد این اهداف بسیار روشن و مشخص میشه. بله. تماس داریم بله خیلی ممنون از توضیحاتون. اجازه بدین یک تماس داریم از آلمان.
برادرمون علی بابا رو همراه خودمون داریم، بشنویم صحبتاشون رو. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و خسته نباشید خدمت شما. سلام بر شما، بفرمایید. در اول خواهش میکنم، در اول من هم مثل اکثر یاران مقاومت میخواستم درود بفرستم به روان پاک تمام شهدای انقلاب نوین که امروز بالای 110 روز است که آرامش را در از رژیم آدمکش آخوندها گرفتن، و به خصوص درود بفرستم به روان پاک دو شهید اخیر مقاومت سرفراز مردمی ایران، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، که به دست جلادان رژیم جنایتکار ایران در سحرگاه دیروز اعدام شدند. خون پاک این دو شهید ضامن پیروزی انقلاب نوین ایران است. و اما در مورد همیاری و گلریزان باید سخنم را با این جمله یا بهتر بگویم با این رمز بی‌نهایت زیبا و پرمحتوایی که برادر مسعود گفتن شروع کنم، که میگوید کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. معنی واقعی این جمله این است که سیمای مقاومت تلویزیون ملی ایران به هیچ مقامی یا دولتی و یا یک سازمانی وابسته نیست و تنها به مردم خودمان و هوادارانش متکی هستند. و باید این را هم اضافه کنم که درود بر شرف ایرانیانی که از تیمای آزادی تلویزیون ملی ایران که در اختیار مقاومت مردمی ایران است حمایت مالی میکنند، زیرا یکی از پایه‌های اصلی یک تشکیلات منسجم در تمام جبهه‌های مبارزاتی چه داخل ایران و چه خارج ایران و حتی کار سیاسی و یا سیاسی تبلیغاتی و دیپلماسی، همانا حمایت مالی مردمی و غیر وابسته بودن آن می باشد. پس ما باید همه از این همیاری حمایت بکنیم، وظیفه همه ایرانیان است. در آخر این جمله را اضافه می کنم، حمایت مالی از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران خاریست بر چشم تمام اعضا. درود بر کانونای شورشی، زنده باد جمهوری دموکراتیک. خداحافظ. درود بر شما، خدا نگهدارتون. بفرمایید. داریم بفرمایید. بسیار روی نکته به اصطلاح درستی انگوش گذاشتن. اولا استناد کرده به حرف کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، ولی بردم از سود که واقعا بسیار حرف عمیق و درستیه. از قضا از همون ابتدا هم سیاست سیمای آزادی با همین سیاست، یعنی در واقع تکیه‌گاهش که وقتی مردم و مقاومت ایران هست با همین سیاست کس نخارد در واقع پیش برده حرف و مثلا پیشرفتش رو. و بعدش هم نکته‌ای که مطرح کردن در مورد پیشرفت این سیاست، خب خیلی واقعیه. الان مقاومت مردمی به طوری جایی رسیده، اشاره کردن به این مقاومت، مقاومت مردمی و ایستادگی در برابر رژیم طوری شده که تضاد رو در داخل خود رژیم رو انداخته. یعنی فقط به این نیست که مثلا فرض کنید که قیام پیشرفت کرده و به قیام جلو رفته، از قضا اون طرفش تضاد رو در درون خود رژیم انداخته و رژیمی که در واقع ناچار به تکاپو بیفته به خاطر اینکه خودش رو و وحدت خودش رو حفظ بکنه. شاید مثلا بد نباشه اشاره کنم این حرف مقتدایی که بعد از این اعدامی که اشارم کردن مطرح کرده و گفته بود که آقا همه کسایی که حکم محارب دارن حکمشون که اعدام نباید باشه. یا مثلا این روزنامه جمهوری اسلامی رژیم تحت عنوان جمهوری اسلامی جمهوری رژیم مطرح کرده بود که آقا بگذارید مثلا به این واقعیت اشاره کنیم، این تصور که اگر بتونی با اعدام و چوب و فلک کردن آدم‌ها در واقع خطی یا پیش ببرید سخت در اشتباهید. در واقع نکانال‌هایی از درون خود رژیم و عناصر خود رژیم
در مقابل همین اعدام ها بلند شده. اصلا رژیمی که در واقع اونجور بی‌محابا اعدام میکرد، الان برای هر کدوم از اعدامش ناچار حساب کتاب بکنه که الان اعدام بکنه، الان چه تنشی در جامعه وجود میاد، الان چه تنشی در بین خود نیروها به وجود میاد. این ریزش گسترده که در واقع در جامعه به وجود اومد ناشی از همین رابطه است. در درون نیروهای رژیم. در درون نیروهای رژیم. و بنابراین میتونیم باز به این برسیم که واقعا این اعدام ها تا چه حد میتونه در واقع برای رژیم مفید باشه. رژیم مطمئنا از اعدام دست نخواهد کشید، چون که اصلا مثلا حضورش و استمرارش در واقع با مثلا همین اعدام است. ولی مطمئنا بسیار دست انداز ها و پیچ و خم هایی در مقابلش قرار خواهد گرفت. خب بفرمایید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای اسماعیلیان به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و استفاده کردیم خیلی از نکات و توضیحات شما پیرامون مسائل مبرمی که الان در میهنمون وجود داره و هست، و اینکه 27مین همیاری با سیمای آزادی هم در چنین شرایطی روز جمعه آینده برگزار خواهد شد. بله. انشالله در روز جمعه، البته میدونم شما خب دست در کار امورات مربوط به سیمای آزادی هستید، ولی خب حتما خواهیم دید شما رو در پشت صحنه. من خیلی تشکر میکنم از اینکه این امکان رو من فراهم کرد که در واقع تو این گفتگو در همیاری، در هم 27مین همیاری من هم یه گوشه ای سهم داشته باشم. ولی واقعا میخوام به این نکته اشاره کنم که سیمای آزادی، همه کسایی که دست اندرکار رسانه هستن خوب میدونن که یک رسانه پیش بردش با چه هزینه های هنگفتی مواجه، از هزینه ماهواره، از هزینه وسایل امکاناتی که مورد نیازش هست، از ارتباطایی که در واقع باید برقرار بکنه. در همه زمینه‌ها واقعا همه اشراف دارن و میدونن، و امیدوارم که این همیاری بتونه بسیار موفق تر از همیشه بتونه در واقع بخش از این نیازها رو تامین بکنه انشالله. و مهمترین به اصطلاح نکته اینه که این هزینه‌ها در خدمت همون چیزی بود که شما گفتین، سیاستی که میخواد این رسانه پیش ببره که به هیچ کس وابسته نیست، به هیچ جا وابسته نیست، خط و سیاست مردم ایران و مقاومت ایران رو در جهت آزادی و در جهت حاکمیت مردم تلاش میکنه پیش ببره. خیلی ممنون. الان با کمک مردم به این نقطه رسیده، حتما از این به بعد هم این چنین خواهد بود. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما. شکر از شما. خدا نگهدار. اگر که موافق باشین خواهر میری درخواست کنیم تصاویری رو پخش بکنن دوستانمون از اتاق فرمان تا بعد از اون باز ادامه برنامه رو. بله، ویژه برنامه ارتباط مستقیم رو به مناسبت فرارسیدن 27مین همیاری با سیمای آزادی در خدمت شما ادامه میدیم. ارتباطمون با برقرار هست با خانم فریبا گندمی از سوئد. فریبا، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به این برنامه. منم خدمت شما سلام عرض میکنم خواهر مهری، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت آقای رفیعی و مهمان گرامی برنامه، تمامی دستاندرکاران سیمای آزادی که با تلاش شبانه روزی خودشون این سیما رو به خوبی به مردم ایران اخبار و گزارش ها رو تقدیم میکنن. سلام میکنم همچنین به بینندگان محترم سیمای آزادی، هموطنانم که با یک رژیم جانی و جنایتکار در نبرد هستند، به شهدای راه آزادی،
به خصوص دو شهیدی که دیروز صبح سربدار شدند، به خانوادشون تسلیت میگم و لعنت میفرستم بر خمینی که هر روز جوانهای مملکتمون رو سربدار میکنه و پرپر میکنه. امیدواریم که هرچه زودتر این خونها به ثمر بشینه و ایران آزاد رو ببینیم و این رژیم ضد بشری رو به زبالدان تاریخ بفرستیم. بله، در این آرزوها با شما سهیم هستیم. فریبای عزیز، فریبا، میخواستم از اینجا صحبت رو با هم شروع کنیم. خب خودتون میدونید مقاومت ایران کارزارهای زیادی رو در صحنه‌های مختلف پیش میبره، از کارزارهایی که در داخل میهنمون در جریان هست تا کارزارهای دادخواهی در کشورهای مختلف و حول موضوعات مختلف و همینطور مقابله با جنگ روانی و شیطان سازی که خب رژیم از سر ضعف و ناتوانی سالهای سال هست که علیه مقاومت داره و هم هر روز هم به اون میافزه. یکی از این کارزارها که شما هم و دیگر دوستانی که در سوئد هستن درش سهیم بودید، کارزار دادگاه دشقیم حمید نوری بود در سوئد که شما هم برای ما به دفعات گزارشاتی رو از این در واقع کارزار ارسال کردید. به نظر شما از دید خودتون کارنامه سیمای آزادی در انعکاس این کارزار مشخص که خودتون دستن در کارش بودین چگونه بود؟ من هم به عنوان عضو کوچکی از خانواده مقاومت ایران افتخار این رو داشتم که گزارشاتی رو از دادگاه دشخیم نوری تقدیم حضور بینندگان محترم سیمای آزادی بکنم و در همین جا جا داره اول تشکر و قدردانی بکنم از تمامی گزارشگران سیمای آزادی که در ایران با به خطر انداختن جان خودشون گزارشاتی رو برای سیمای آزادی میفرستند. همچنین اون برادرمون یاد کردند از آقای مسعود فرشتی و خانم سهیلا زیا. من هم در اینجا جا داره یاد بکنم از گزارشگرانی که با پرداخت بهای سنگین و جان خودشون گزارشاتی رو در حمله ناجوانمردانه به اشرف، خواهرانمون آسیه و سبا، با گزارش هایی رو که برای سیمای آزادی ارسال میکردن و اون جنایات رو به تصویر میکشیدن و حتی آسیه قاتل خودش رو هم گرفت، یادی بکنم از این عزیزان و قدردانی بکنم از تمامی گزارشگرانی که از ایران گزارش میفرستن برای سیمای آزادی. بله، اون دادگاه دشخیم نوری رو من فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی داشت سیمای آزادی در افشای جنایات رژیم در قتل عام سال 67، تمامی گزارشاتی که از شاکیان و شاهدان در دادگاه پخش میشد و به سمع و نظر همه ایرانیان می رسید و اونها متوجه می شدند که رژیم در اون سالها چه جنایاتی رو در زندان مرتکب شده و بیش از 30,000 زندانی رو سربدار کرده، 4 تا 4 تا از اعضای هر خانواده قتل عام کرده. و فکر می کنم که همون گزارشات که از دادگاه استکهلم از سیمای آزادی پخش می شد خیلی ها رو به ما نزدیک کرد به مقاومت ایران و چشم خیلی ها باز شد، شیطان سازی ها رو خیلی افشا کرد، مثلا امثال همون مزدور ایرج مصداقی که در راستای اطلاعات ایران حرکت می کرد و خب چشم مردم ایران باز شد. از کجا باید متوجه می شدن جنایاتی که در اون سالها شد و فکر می کنم که این وظیفه رو به خوبی تونست سیمای آزادی انجام بده در طول دادگاه دشقیم حمید نوری. بله، خیلی ممنون از توضیحاتون خواهر فریبا. همچنان که گفتید همین تلاش ها و فعالیت های شما و دیگر هموطنانمون در طول تقریبا 9 ماه دادگاه که شاهد بودیم در سرما و گرما حضور داشتند در
سرمای اگر اشتباه نکنم 17 درجه زیر صفر و زیر برف و بارون، یک دم از پا ننشستند و همراه با کارزاری که در واقع مقاومت ایران به اون دست داده بود تونستن توطئه رژیم رو، توطئه وزارت اطلاعات برای منحرف کردن در واقع جنبش دادخواهی رو بر سر خود رژیم خراب بکنن. ما گزارشاش رو هر روز از سیمای آزادی پخش میکردیم، از جمله گزارشاتی که خود شما ارسال میکردید که خب خیلی خیلی مؤثر بود در همین آگاهی بخشی که شما الان اشاره کردید. یک موضوعی که بود خواهر فریبا در مقطعی که شهادت ها به پایان رسیده بود، اگر یادتون باشه رژیم عوامل و ایادی وزارت اطلاعات اونجا اقدام کرده بودن به برپایی به اصطلاح نمایشگاه در مقابل در همون منطقه و در مقابل دادگاه، که خب شاهد پاسخ جانانه هموطنانمون بودیم، خود شما هم در اون صحنه ها حضور داشتید و مورد ضرب و شتم هم در صحنه ها دیدیم که قرار گرفتید. میشه در این مورد توضیح بدید و در مورد ضرورت این اقدامات و اینکه چه تأثیراتی داشت؟ خب مزدوران رژیم به عناوین مختلف دست به همچین اقداماتی می‌زدند و خب مسلماً ما به عنوان ایرانیانی که در محیط آزاد زندگی می‌کنیم هرگز اجازه چنین حرکاتی رو به رژیم و چنین جسارت‌هایی رو نمی‌دیم که بر علیه مقاومت ایران در خارج از کشور در دنیای آزاد بخواد شیطان سازی بکنه. ما به اندازه کافی جنایات رژیم رو در ایران می‌بینیم، اونجا دست مردم بسته هست، ولی ما اینجا با دست باز میتونیم درسی بهش بدیم که دیگه هرگز چنین جسارت‌هایی رو نسبت به مقاومت ایران مرتکب نشه و همونطور که خودتون مشاهده کردین باعث شد که بساطشون جمع بشه و دیگه هرگز اقدام به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نتونن بکنن. بله ما الان همون صحنه ها رو که الان شما توضیح میدادید میدیدیم، اگر پخش بکنن این صحنه ها رو خب خیلی به یاد موندنیه و همچنان که گفتین همین فداکاری هایی که شما و دیگر هموطنانمون ایرانیان آزاده و شورشگران در واقع در اون صحنه ها کردند، این چنین توطئه های رژیم رو نقش براب کرد و به خودشون برگردوند. بله یه بار دیگه همه ایرانیان چه در داخل و چه در خارج کشور دست به دست هم نشون دادیم که در مقابل توطئه‌های رژیم و ایادیش سکوت نخواهیم کرد. ولی خواهر مهری من سر تعظیم فرود میارم در مقابل اون جوانهایی که با سن کم 17 ساله 18 ساله جان خودشون رو فدای آزادی میهن میکنند و این در حقیقت کوچکترین کاری هست که من به عنوان یک ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنم در محیط آزاد باید انجام بدم و از خودم انتظار خیلی بیشتر از این رو دارم. درود بر شما، حتما که تعهدات بیشتری باز هم دارید و به عهده خواهید گرفت. فریبای عزیز، دادگاه دشقیم حمید نوری شاید از محاکمه یک فرد شروع شد ولی عملا به دادگاه محاکمه کل رژیم تبدیل شد. از شما سوالم اینه که اگر که فرض کنید تو این قضیه سیمای آزادی نمی بود و فقط همه رسانه‌های دیگری می بودن که خودتون به خوبی از اوضاع احوالشون و سیاست‌هایی که پیش می‌برن آگاه هستید، بعد نتیجه به چه صورت می‌شد به نظر شما؟ در واقع اونا هدفشون این بود که ضربه به جنبش دادخواهی بزنن، جنبش دادخواهی که در سال 67 کلید خورد و رژیم هدفش این بود که بیاد و نوری را میخواست به در ببره و خودش رو هم میخواست در واقع به در ببره از این داستان. و اگر نبود این پایداری ها و این مقاومت هایی که در مقابل دادگاه هموطنانمون ایرانیان آزاده با اون پایداری هاشون در مقابل دادگاه و ایستادگیشون در بیش از 9 ماه و شکست اون کارزاری که رژیم راه انداخته بود، خب اونا اومده بودند که با شیطان سازی خودشون در واقع
خودشون رو از مهلکه به در ببرن، ولی روی سرشون خراب شد خیلی بدتر از قبل و تمام مزدورانشون هم سوختن در همین رابطه. بله علیبای عزیز، ما بازم با شما صحبت داریم. اجازه بدین خبرهایی از قیام مردممون در شهرهای مختلف به دستمون رسیده، من به اطلاع هموطنان برسونم، بعد گفتگومون رو با شما ادامه بدیم. موافقم؟ در خدمتتون هستم. خواهش. امشب در مناطق مختلف تهران از جمله در آریاشهر، ستارخان، میدان انقلاب، صادقیه، شریعتی، خیابان انقلاب، هفت حوض نارمک، ایستگاه مترو انقلاب، هموطنان اقدام به تظاهرات و شعار دادن علیه خامنه‌ای و دیکتاتوری حاکم بر میهنمون کردند. در نارمک مزدوران رژیم اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. همچنین در دیگر شهرها از جمله در اصفهان، مشهد، گوهردشت، مهابات و قزوین هم هموطنان آتش قیام رو شعله ور نگه داشته و تظاهرات شبانه برگزار کردند. شما بفرمایید. بله، واقعا درود بر هموطنانمون که اینچنین به رغم همه تلاش‌های رژیم برای ایجاد رعب و وحشت با دست دادن به اعدام اینچنین پاسخ دندان شکنی به رژیم میدن و در صحنه حضور پیدا میکنن در شهرهای مختلف، در مناطق مختلف تهران، شورشی‌ترین شهر جهان و دیگر شهرهای میهنمون که شما اسم بردید. حتما خبرهای دیگری هم اگر بود دوستان به ما خواهند رسوند و به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما قبل از این که ادامه بدیم بحث و گفتگو رو با خواهر فریبا، تماسی از آلمان داریم، هموطن اون زیبا رو که روی خط هستن بشنویم صحبتاشون رو، بعد برمیگردیم به گفتگو با خواهرمون فریبا گندمی. سلام میکنم به شما، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و خسته نباشید خدمت شما، درود بر شما. و با درود به کانونهای شورشی و قیام آفرینان قهرمان در ایران که که خواب را از چشمان آخوندهای جلاد رو بوده و رنشه سرنگونی بر تنشان افکندند. در مورد همیاری با سیمای آزادی باید بگم که من به عنوان یک ایرانی وطن پرست و آزادی خواه وظیفه خودم میدونم که از سیمای آزادی، این سیمای ملی و مردمی، حمایت کنم و با افتخار در همیاری شرکت کنم، چون سیمای آزادی با ساب دهنده صدای مردم ستم دیده ایران و پل ارتباطی آزادی خواهان داخل و خارج از کشور و پیش برنده اهداف انقلاب دموکراتیک ایران هستش و اخبار صحیح رو بدون هیچ سانسوری در اختیار مردم قرار میده. سیمای آزادی تنها رسانه‌ای هست که کاملا مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های بیگانه، تنها متکی به خلق و با حمایت‌ها و کمک‌های بی‌دریغ مردمی برپاست. سیمای آزادی سند افتخار ملی ماست و ما باید با شرکت در همیاری و با پشتیبانی از این رسانه تا پیروزی نهایی از هیچ کوششی دریغ نکنیم. صبح آزادی نزدیک است. سلام بر آزادی، سلام بر خلق قهرمان، زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. خسته نباشید. بله، درود بر شما. خیلی تلگرافی ولی در این حال کامل و کوبنده همه حرف رو گفتیم. بله، درود بر شما. بله، خب خواهرون فریبا همراه هست همچنین. الان خب موضوع برنامه‌مون در واقع همیاری با سیمای آزادی هست. در واقع داریم به استقبال 27مین همیاری با سیمای آزادی میریم. 26 همیاری رو طی سالهای گذشته پشت سر گذاشتیم، در حتما در بسیاری از اونها بودید، من نمیدونم چه تعداد، ولی خاطره ای دارید از شرکتون در این همیاری ها؟ بله، این فکر میکنم 12مین همیاری هست که میتونم شرکت بکنم از خارج از کشور. بله، خاطره دارم از یکی از همیاری ها که فکر میکنم 3 سال پیش بود، داشتم برنامه همیاری رو تماشا میکردم که دیدم یکی از همشهری های خودم که یک شاعری هست که طنز پرداز هست و اشعار خیلی جالبی میگه، ایشون معلم بازنشسته هست که خیلی معروف بودش توی شهر ما بروجرد و با سیمای آزادی تماس گرفته و در حمایت از
برنامه همیاری شعری رو تقدیم مقاومت ایران و برادر مسعود و خواهر مریم کرد و این بر من خیلی جالب و انگیزاننده بود. روحشون شاد، البته از بین ما رفتن. و یه نکته رو من خواهر مهری صحبت میکردیم در مورد دادگاه دشخیم نوری، در حقیقت من به این نکته شاید نتونستم خوب اشاره بکنم. فکر میکنم که رژیم در واقع میخواست این مزدور خودش رو، این دشخیم رو بیاره اینجا و خدشه‌دار بکنه، این ضربه بزنه به جنبش دادخواهی و بعدم اونو از مهلکه به در ببره. ولی خب خوشبختانه به یمن اون فداکاری ها و اون تلاش ها موفق به انجام اون کار نشد و الانم بدجوری توش گیر کرده. بله، حتما که انشاءالله به نتایج پربارتری خواهد رسید. فریبا عزیز، خیلی ممنون و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه و امیدواریم که برگزاری هرچی پرشورتر همیاری رو به سایر تعهداتی که دارین بیافزایید. حتما. اگر اجازه بدین من یک پیامی هم دارم برای هموطنانم. بله بفرمایید. من میخواستم از همینجا مجددا درود بفرستم به هموطنان عزیزم در ایران و از اونا درخواست بکنم که متمرکز به سیمای آزادی بشید، چون این سیما پشتوانه مردمی داره و به هیچ جا وابسته نیست و میتونه در جهت رهایی از چنگال ستم این آخوندهای دجال خیلی به شما کمک بکنه و اون اتحاد و اون رهبری رو شما میتونید از طریق سیمای آزادی داشته باشید. سیمای آزادی منبع عشق و انرژی هست به قول معروف، و به گفته مولانا هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن بود. و فکر میکنم که چون دستندرکاران سیمای آزادی با فدای بیکران، نهایت عشق همون فدای بیکران هست که در تک تک شماها ما میبینیم، میتونن خودشون رو میزون بکنن با اخبار درست و گمراه نشن مثل همون سال 88 با اون داستان اصولگرایی و اصلاح طلبی و هزاران شیطان سازی که رژیم و بازیهاش به سر مردم در میاره. فکر میکنم اگر به سیمای آزادی متمرکز بشن خیلی زودتر به نتیجه میرسیم و انشالله ایرانمون آزاد خواهد شد. بله، خانم فریبا گندمی از سوئد، بسیار سپاسگزاریم از شرکتتون در این برنامه. خدا نگهدار. منم از شما ممنونم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. موفق باشید. خدا حافظ. هموطنان عزیز، تا لحظات دیگه پیش برنامه ارتباط مستقیم به مناسبت 27مین همیاری با سیمای آزادی رو همراه با شما ادامه خواهیم داد. سال هاست که چون آینه ای در برابر ماست، آینه ای که درد مشترک ما را بازتاب می دهد و آرزوهای سبزمان را تصویر می کند. آری، در برابر ما قابی است که می توان شکوه یک مقاومت را در آن دید. از مشعلداران آزادی در اشرف سه تا کانونهای شعله‌ور شورشی در خیابانهای قیام، از زندانیان مقاوم و امیدوار تا مردم خشمگین و به جان آمده، از خروش اشرف نشانهای خستگی ناپذیر تا شکوه بابرجای وطن در مسیر آزادی. همیاری یعنی تلاش جمعی ما برای ماندگار کردن این قاب بر سینه دیوار زمان. همیاری یعنی آینه در آینه، یعنی تجلی درخشان همبستگی. همیاری یعنی همراه شو عزیز، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. بله، در خدمت شما برنامه رو ادامه میدیم. برای معرفی مهمان برنامه‌مون، مهمان بعدی برنامه‌مون،
اول تصاویر رو ببینید و بعد من مهمان خدمت شما معرفی میکنم. ناشی از انفجار لیبرتی 5 دی 92. پنجشنبه ساعت 7:40 بعد از ظهر. بله، تصاویر که مشاهده کردید مربوط به موشکباران لیبرتی بود، محلی که همه مجاهدین محل استقرارشون بود. در 7 آبان سال 1194 توسط رژیم آخوندی و ایادیش. فیلمبردار این صحنه ها برادر مجاهد ابوالحسن فولادوند بودند که صداشو میشنیدیم در حین بله. بله که میهمان این قسمت از برنامه ما هستند. بله، شما ببخشید این 5 دی 94. بله. 5 دی هم بود. بله. سلام میکنیم خدمت شما برادر ابوالحسن، خوش آمدید به این برنامه. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و این تصاویری هم که نشون دادید در واقع خاطرات بخشی از مبارزات مردم ایران رو نشون میده، فرزندان دلیر و مجاهد اونها که من افتخار داشتم این صحنه ها رو ضبط کردم که البته مربوط به 2 تا موشکباران بود، هم آبان بود هم 5 دی بود. 7 آبان بود هم 5 دی. بله، درسته. بله. 2 تا حمله بود که البته اونجا حملات بیشتری بود، 5 تا حمله در مجموع توی لیبرتی انجام شد که این صحنه ها مربوط به اون بود و جدا از بخش خاطراتش که خیلی غرورآفرینه، از این زاویه که نشون میده این هماوردی و جنگی که مستمر بین مقاومت ایران و مجاهدین و رژیم خمینی ادامه داره. حالا شکلش عوض میشه، در اشکال مختلف است. یه روز از خیابونای تهران هست در 30 خرداد در فاز سیاسی، یه روز و در همین روزها. بله، همینطور ادامه داره و یک هماوردیه که در واقع البته من کوچکترین نفر این صحنه بودم، بسیاری از برادران و خواهران ما در این صحنه به شهادت رسیدن، هزاران مجروح داشتیم. بعد یا همینطور در درگیری حملات ضد انسانی که در اشرف شده بود، که خوبه اینجا چون بحث فیلم برداری بود یادی بکنم از خواهر مجاهدم آسیه که در واقع مربی و راهنما و نماد شجاعت و مایه‌گذاری در همین صحنه‌ها و مشابه این بود که در همون جا هم به شهادت رسید. در خدمت شما هستم. میتونی برامون بگین که مشخصا این 2 حمله‌ای رو که ازش فیلم برداری کردین موقعیتتون کجا بود؟ بعد اتفاق افتاد چگونه خودتون رو رسوندین و بعد تو اون وضعیت چطوری رفتید دنبال فیلم برداری؟ البته لیبرتی همونطور که بینندگان از ابعادش از چیزش اطلاع دارن خیلی موقعیت زیادی نداشت، یک محوطه کوچیکی بود، در واقع یک کمپ شبیه زندان بود با بنگالای کاغذی چیده شده، یک توطئه ارتجایی استعماری که برای در واقع از بین بردن مقاومت ترتیب داده شده بود. این بنگالا همینجور چسبیده به هم دیگه بود، یعنی یک کمپ، و با اولین صدای آژیر که در واقع اون سیستم هوشیاری عمل می‌کرد، من دیگه وظیفه خودم میدونستم که این صحنه ها رو ثبت کنم، چون ثبت صحنه ها و باقی موندنش در
پروسه های بعدی از جمله افشای رژیم، از جمله کارهای حقوقی تاثیر به سزایی داره. و دیگه دوربین که دوربینای کوچیک دستم بود دیگه رفتم، در هر کدوم این صحنه ها در یک گوشه ای که مشرف به اون مناطقی که شلیک باشه، حالا شلیک هم آدم متوجه نمیشه کجاست، فقط اول صدا رو میشنوه و اون دهانه آتش رو میبینه، بعد باید از رو اون حدس بزنه که این کجا فرود میاد که موضع بگیره اون منطقه که فرود میاد و که آتش اصلی در واقع اونجاست. مشخص بود که شما به سمت های مختلف میدویدین هیر فیلم برداری. در واقع از لای بنگالا باید میدویدم میرفتم یه محوطه که یه ذره بازتر باشه، دید داشته باشه به کل کمپ، که این دویدن مال اونه. یعنی از لحظه‌ای که من متوجه میشدم حمله آغاز شده، دوربینم رو برمی‌داشتم، حرکت می‌کردم، می‌رفتم این محوطه که خیابون بود که یه مقدار محوطه بازتر بود، دید بیشتری داشت. اونجا دیگه منتظر می‌موندم تا این دهنه آتش شلیک رو تشخیص بدم از کدوم ور به کدوم سمت میاد. برای همین اولش می‌بینید آدم گم می‌کنه مثلا که صحنه کجاست یا شلیک بعدی کجاست. ولی بعد که دیگه نواخت تیر و محل اصابت و محل شلیک رو آدم در میاره، بعد دیگه می‌تونه اون صحنه رو در واقع شلی که بعدی رو که میخوره اون اصابت رو بگیره. البته میدونم در طول این همه سال صحنه‌های خیلی خیلی بیش از این رو هم شما ثبت کردین. حالا ما اینجا یک نمونش رو با اسم و به قول بعد مرتضی صدای خودتون داشتیم و نشون دادیم، چه در ثبت صحنه‌ها و چه در پردازش اونها. در این در واقع 14 دهه‌ای که به قول شما نبرد با رژیم آخوندی در جریان بود و مردم ایران هم در هر سرفصلی که میتونستند خودشون رو به اون پیوند میدادن و خب در رأس همش هم 3 ماه اخیر. بفرمایید شما. البته بله همچنان ببخشید دار در امید من یه چیزو فقط بله بله بفرمایید. در واقع این افتخار ثبت این صحنه ها نصیب من میشه، ولی خیلی روشن و واضحه که قهرمانان واقعی و دلاوران اصلی اون طرف هستن، یعنی اون جایی هستن که ازشون داره فیلم گرفته میشه. همیشه هم همین جوریه. الان شما ببینید مثلا در خیابون‌های ایران همون جوانان و دلاورانی که در سطح خیابون هستن شعار میدن، میجنگن، حمله میکنن و پاسداران رو منکوب میکنن، اینا یه بخش در واقع صحنه اصلی این مقاومت هستن. نوک ستون هستن. و فیلم برداران مثل من کوچکترین نفری هستن که فقط وظیفه دارن این صحنه‌ها رو ثبت کنن برای اینکه دیگران ببینن اون دلاوری‌ها رو. یعنی این دوتا باید از هم دیگه روشن باشه. بله این که کاملا روشنه، ولی یه چیزی هم که بایستی روش حتما انگوش گذاشت و برجسته کرد، ثبت همین صحنه ها هست که اتفاقا موندگار میکنه همین حماسه ها و همین قهرمانی ها رو. وگرنه خب حماسه بزرگی مثل پایداری و مقاومت 30,000 قهرمان سربدار رو در سال 67 داشتیم. خب خبراش رو و از زبان شاهدان ما داریم میشنویم، ولی خب متاسفانه هیچ صحنه ای از اون پایداری ها امکان ثبتش نبود. ولی الان این صحنه هایی که شما و امثال شما ثبت میکنین، گوشه هایی در واقع از تاریخچه این مقاومت خونبار رو ثبت میکنه، همونطور که خود شما هم اشاره کردین، در یک هماوردی که بیش از 40 سال هست ادامه داره تا همین امروز در سرتاسر میهنمون، در کف خیابون و در سطح بین المللی و در پهنه های مختلف. بله من یک سوال دیگه میخواستم بپرسم. ببخشید قبل از که شما سوال بپرسین، تماسی داریم از سوئد. حتما که بعد از ابوالحسن موافقن این تماس رو بس کنیم و بعد برنامه ادامه بدیم. بله شهناز پرخیده از سوئد روی خط هستید. سلام میکنم خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید. من هم سلام میکنم به شما خواهر مهری و به خانم به خواهر مهری و به برادران در استودیو. درود بر شما. بله بفرم. شهناز عزیز، ضمن تشکر از همه زحماتی که به صفت یک همکار ما گزارشات رو از تظاهرات و اکسیان های مختلف همیشه برامون میدیم، خواستم بپرسم ازت نظرت راجع به همیاری 27مین همیاری که در پیشه و نقش سیمای آزادی در بازتاب واقعیت‌های جامعه و در بازتاب فعالیت‌های مقاومت ایران چی هست؟ قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، مایل هستم که درود بفرستم و تعظیم بکنم در برابر فعالیت‌ها و تلاش‌ها
و تلاش‌های خبرنگاران سیمای آزادی که در کف خیابون‌ها در ایران با دشوارترین شرایط و با حداقل امکانات خواست‌های مردم ایران رو با دوربین‌هاشون به تصویر می‌کشند تا به سیمای آزادی برسونن که بتونه صدای مردم تا اینکه سیمای آزادی بتونه صدای مردم ایران رو به جهانیان برسونه. و باز بله میتونم ادامه بدم؟ بله بله ادامه بدین بفرمایید. بله و همچنین درود میفرستم بر مسئولین سیمای آزادی، برادرم مسعود فرشی و خواهرم خانم سهیلا رضایی که در قلب‌های مردمانشان بسیار زنده و جاوید هستند. بله، به عنوان یک خبرنگار کوچک سیمای آزادی میخوام اعلام بکنم که گلریزان همیاری با سیمای آزادی در واقع یک فراز نوینی از حمایت‌های مردمی در جهت ادامه کار این رسانه مستقله. حمایت از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران نمادی از وحدت ملی، عدالت‌خواهی و استقلال طلبیه. همیاری با سیمای آزادی باعث میشه که سیمای آزادی بتونه آینه تلاش‌ها و مقاومت‌های یک خلق قهرمان و نشون‌دهنده مظلومیت‌های مردم ایران، دلاوری‌ها و رشادت‌ها و عزم مردم ایران باشه برای آزادی تا اینکه بتونه حقوق مردم ایران رو بازگو بکنه. بله، در آستانه 27مین برنامه همیاری با سیمای آزادی هستیم. این همیاری در شرایطی برگزار میشه که الان بیش از 114 روز از قیام سراسری مردم ایران میگذره. در همینجا یاد میکنم از محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، این جوانان دلیر و رشید ایران زمین که در این قیام به دست ضحاک زمانه اعدام شدند. درود بر این فرزندان رشید این آب و خاک. بله، به راستی که این همیاری رو بایستی گلریزان قیام نام ببریم. سیمای آزادی با بیش از چند دهه فعالیت شبانه روزی در تلاشی که صدای اعتراض و صدای خیزش‌های آزادی خواهانه و عدالت جویانه هموطنانمان در تمامی ایران عزیز باشه. سیمای آزادی در واقع اولین تلویزیون ماهواره‌ای سراسری فارسی زبان 24 ساعته و مستقله، تأکید می‌کنم مستقل، که بدون تکیه به هیچ قدرتی و دولتی تمام توان خود رو از حمایت‌های همیاران و مشتاقان آزادی ایران زمین، این زیباترین وطن می‌گیره. همیاران و مشتاقانی از سراسر جهان به حمایت این تلویزیون مردمی می‌شتابند و شتافته‌اند تا از صدای سرکوب شدگان و صدای قیام حمایت بکنند. جنبشی که بیش از نیم قرن برای آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران جریان داشته. بعضی وقتا فکر میکنم اگه سیمای آزادی نبود چی بود؟ چی میشد؟ به خودم میگم سیمای آزادی اگه نبود، اخبار اعتراضهای کارگری، دانشجویی و دیگر اقشار جامعه ایران رو ما چگونه با خبر میشدیم؟ افشاریگری‌های اتمی رژیم رو چگونه متوجه میشدیم؟ جزئیات قتل عام 67 از زبان شاهدان و شاکیان توی زندان‌ها، اخبار عملیات تروریستی رژیم رو چجوری می‌فهمیدیم و سرکوب زنان و مبارزه قهرمانانه زنان ایران در داخل رو چی؟ فقر و فساد و بیکاری و مشکلات معیشتی و مشکلات زیست محیطی رو. بله، و اخبار این که ایران ما، ایران عزیز ما زنده است، در حرکت، در مبارزه است و برای آزادیه، اینا رو ما از کجا می فهمیدیم؟ خبرهای قیامها و خیزشهای مردمی در بیش از 150 شهر کشور رو چگونه با خبر می شدیم؟ و اینها
تنها چکیده ای از خدمات سیمای آزادیه. و سیمای آزادی فقط یک خط داره. فقط یک خط داره. و اون هم خط و راه مردم ایران. و تمامی هزینه های اون با کمک همین مردم، همیاران و هموطنان در چهار گوشه جهان تامین میشه. سیمای آزادی رسانه‌ایه که در تلاشه که در برابر سیاست‌های ارتجایی و استعماری خبرهای واقعی از تحولات داخلی و بین‌المللی در ارتباط با سرنوشت ایران و ایرانی رو بازتاب بده. تصویرگر صحنه‌های پیکار کانون‌های شورشی و جوانان قیام آفرین و انسان‌هایی است که دست از همه چیز شستند و میشویند تا برای ملتشون همه چیز رو به دست بیارن. بله، اگه اشکالی نداره من ادامه بدم با این که و با ایمان به این که سیمای آزادی نقطه وصل ما با مردم عزیز ما در ایران و نقطه پیوند علایق مردمان این زیباترین وطنه، از همه دوستداران آزادی ایران خواهش میکنم سیمای آزادی رو در این مسیر تنها نگذاریم، چرا که سیمای آزادی چراغ خانه ماست. سیمای آزادی، چراغ سیمای آزادی باید روشن بمونه. این گنجینه ملی رو بایستی پاس بداریم و اون رو با تمام امکانات خود تا روز رهایی روی شانه های من حفظ و نگهداری کنیم و نگهداری میکنیم. بسیار سپاسگزاریم. خیلی ممنون شهناز عزیز از تماستون، بسیار سپاسگزاریم. همینطور از تلاشاتون. مطمئنم که در جریان همیاری که در پیش رو داریم هم کمککار ما خواهید بود. درود بر شما. از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. بله، با افتخار در کنار سیمای آزادی تا روز رهایی مردم ایران. متشکرم. شب شما بخیر. بله، ابوالحسن نکات زیادی رو گفتن آخر عزیزمون شهناز از سوئد. شما بفرمایید نظرتون راجع به صحبتاشون چیه؟ درود میفرستم به خواهرمون شهناز. خیلی من هم یاد گرفتم از صحبتاشون، هم انگیزه گرفتم و هم مهمتر از اون فهمیدم که چه عرصه‌های مختلفی از کار و تعهد هست که در اون زمینه‌ها چقدر ما کوتاهی کردیم. وقتی که خواهر شهناز وظایف سیمای آزادی و کاری که کرده و عرصه‌های مختلفی که در زمینه چه افشاگری، چه نشون دادن اسناد، چه بیان واقعیات و کارهایی که این مقاومت کرده اینا رو منعکس می‌کرد، اینا رو گفتن خواهر شهناز، من فهمیدم که واقعاً این که میگیم ما یک گنجینه ملی هست، این حرف خیلی پرمحتواست. همینطور در اتاق همیاری گفتن گلریزان قیام، خیلی کلمه زیبایی بود که گفتن و فکر میکنم پیوند دادن قیام رو با همیاری. بله دقیقاً، در محتوا هم پیوند داشت چون در خدمت در واقع مردممون و قیامشونه، ولی با این نام در واقع پیوند در اسم هم به وجود اومد. ایزن همونطور که گفتن در واقع جنبش دادخواهی و به ثمر رسوندن و احقاق حقوق به یغما رفته خلق، در این جنبش سیمای آزادی چه نقشی رو داشته که خواهر شهناز اشاره کردن، اینا زمینهای مختلفی که واقعا من الان از موضع خودم فکر میکنم که وظایف و تعهدات بسیار جدیدی رو باید بپذیرم و در همین مسیر خیلی باید بیشتر کار کرد. و البته سیمای آزادی، خواهر مهری یه نکته بگم، اشاره کردن به اینکه اولین ماهواره در واقع فارسی زبان هست. من میخوام بگم که سیمای آزادی اولین ماهواره 24 ساعته ایرانی است، چون که اولا ماهواره های دیگه که فارسی زبان هست و 24 ساعت هست خیلی سالها بعد ایجاد شد و بعد خیلی از اونا یا در واقع متعلق به دولت ها هستن و یا وابسته به جاهای دیگه هستن و این استقلال که خواهرمون شهناز هم بهش تاکید کرد، خیلی زیرش خط کشید، خیلی مهمه. سیمای آزادی اولین ماهواره در واقع مقاومت مردم ایران هست که 24 ساعت هست با قدمت بیش از ربع قرن
و مستقل. این کلمه استقلال در دورانی که ما زندگی میکنیم در این جهان که خب همه اشراف کامل دارن به سیاست و این چیزها، در واقع یک گنجینه و الماسیه که همینجور راحت گیر نمیاد. این سوار میشه روی پرداخت، روی قیمت دادن، هزینه دادن و خون شهیدان، و این بار سیمای آزادی رو خیلی متفاوت میکنه با هر رسانه دیگه ای. بله. این نکته بله. که روش دست گذاشتین برای ابوالحسن به نظرم خیلی مهمه، و استقلال رو در واقع میشه اینجوری دید در سیمای آزادی که از آغاز کارش، در واقع زمانی که سیمای مقاومت و دو ساعته بود تا بعدها که یک اولین تلویزیون ماهواره 24 ساعته شد، همیشه و همیشه و همیشه یک خط مشخص رو پیش برده. در حالی که اگر که همونطور که خودتون اشاره کردید نگاه کنیم که به رسانه‌ای که هر از گاهی سبز میشن از زیر بوته، و حتی همون وقت هم که سبز میشن از زیر بوته، هر چند وقت یک بار یک مشی رو پیش میبرن، کاملا مشخصه که کنترل و فرمان این رسانه دست کسی که بر اساس کسانیه که بر اساس منافع خودشون اون رو هدایت میکنن. اگر موافق باشی اول اصلا الان که بحث سیمای آزادی کردی به عنوان اولین رسانه 24 ساعته فارسی زبان، الان هم صحبت شد از قیام مردم ایران، هم خود شما صحبت کردین و پیوند دادید با همه پراز و نشیب هایی که در گذشته بوده، از جمله همون صحنه هایی که خودتو ثبت کردی و چقدر خوب و به جا وصل کردی، اینکه الان اون به اصطلاح هماوردی در واقع ادامه پیدا کرده تا رسیده به امروز که در صحنه های قیام ما شاهدش هستیم، که همین الان امشب هم خبرهای جدیدی همچنان به دستمون میرسه. ما الان در این شرایط سیمای آزادی همیاری رو داره برگزار میکنه. میخوام یک سوال از خودت بپرسم در مورد نقش سیمای آزادی در همین قیامی که الان نزدیک به 4 ماه ازش میگذره. به عنوان یکی از دستاندرکاران سیمای آزادی چه ارزیابی داری از این عمل کرد؟ همه جان دو تا موضوع رو خوبه اینجا با هم دیگه کنار هم دیگه پیش ببریم. یکی در واقع اون محتوای قیام و خط و خطوط سیاسی که در این قیام هست، که در مسیر همون هماوردی است، یک نبرد بیش از 40 سال با رژیم آخوندی که بین مقاومت ایران و رژیم برقراره، و یکی مسئله تکنیکیش، یعنی همین صحنه‌ای که تو خیابون داره اتفاق میفته، کف خیابون هست و باید منعکس بشه. خب اون بخش از در واقع محتوایی و خط و خطوط مقاومت خیلی روشن هست، همین بردن پیام‌های رهبری مقاومت توی ایران، از همه مهمتر خود خط مقاومت، یعنی خط آتش، خط بها دادن، پرداخت هزینه، چیزی که سالهای سال فقط مجاهدین و مقاومت ایران گفته و دیگران همه روی خط مماشات و سازش و خیانت بودن، و الان این خط توی ایران توی کف خیابان خودش رو به اثبات رسونده، به منصه ظهور رسونده. نمونه بارزش همین 2 شهید آخر قیام هست که با دست خالی در واقع با قهر انقلابی مجازات کردن مزدورای رژیم رو. این بخش رو ولی اجازه بدید چون خیلی گستره زیادی هست بذاریم کنار، بیایم روی اون قسمت تکنیکی کار، یعنی نقش سیمای آزادی در این قیام و انعکاسش. ببینید الان هر جوان رزمنده و هر جوان دلاوری که میره توی خیابون خودش یک خبرنگاره، میتونه فیلم بگیره از اون صحنه، و میدونیم که ثبت این صحنه ها خیلی مهمه. از کجا اینو میتونیم دقیق بفهمیم؟ از رو واکنش رژیم که هر بار قیام میشه، هر بار حرکت ها شعله ور میشه، میاد اول اینترنت رو میبنده، محدود میکنه، و حتی الان تلفن دست داشتن، تلفن دست گرفتن توی خیابون خودش هدف تکتیک انداز قرار میده. این صحنه ها نشون میده که چقدر مهمه این فیلم ها و این صحنه های مقاومت منعکس بشه. سیمای آزادی به نظرم در همه زمین ها، الان مشخصا بحث خود قیام هست، در این بیش از 100 روز انبوهی فیلم، کلیپ، فایل های صوتی، عکس، تصویر از قیام رو منعکس کرده، و این چیزیه که دست دیگران رو در خوردن حق قانونی مردم ایران، حق دفاع مشروع می‌بنده. شما ببینید اگه ما
تصاویر شهیدانمون، تصاویر شهیدان قیام رو الان هر روزه سیمای آزادی تعدادی رو که دقیق منعکس مسجل میشه پخش میکنه، خود گرامیداشت شهیدان رو پخش میکنه، فیلم های خود تصاویر قیام رو پخش میکنه. مثلا رژیم از یک طرف تلاش میکنه جو سرکوب و رعب ایجاد کنه، امروز دیدیم صحنه های غرورانگیز رژه شبیه رژه میلیشیا در شهرهای مختلف. این منعکس کردن این صحنه ها در واقع یک بخشی از لاینفک خود این جنگیه که بین این دو هماورد وجود داره. و سیمای آزادی در همین برهه شاید بگم هزاران هزار فیلم و کلیپ از داخل کشور به دستش میرسید، اینا رو باید تدقیق میکرد، تفکیک میکرد، دستبندی میکرد، تولید میکرد، اینا رو پخش میکرد که هم باید خیلی سریع این کار انجام شه، هم خیلی دقیق انجام شه. سیمای آزادی یکی از وظایف اصلیش در این پروسه این قیام اخیر، کما اینکه در قیام‌های قبلی، چون این قیام اخیرم که میگیم یه چیز منفکی که نیست که، این ادامه همون نبرد 40 ساله که مردم ایران به پیشتازی مجاهدین و مقاومت ایران شروع کردن با رژیم خمینی و رژیم آخوندها و تا الان ادامه داره، کما اینکه در قیام 88، کما اینکه در قیام 96، کما اینکه در قیام 98 و و و در تمام این صحنه ها مجاهدین و مقاومت ایران در بارز کردن و منعکس کردن این قیام نقش کیفی داشتن و سیمای آزادی به عنوان اینکه ابزار این کار هست وظیفه اصلی رو داشته. البته من میدونم قطعا خیلی کمکاری ها ممکنه بوده باشه از جانب خود من در این زمینه و حتما یه سوال ازتون داشتم، ببخشید. الان تو صحبتاتون اشاره کردین به موضوع تدقیق خبرها و فیلم هایی که میرسه و بعد هم سرعت انتقال اون. به نظر میرسه گاهی وقتا این دوتا پارامتر ممکنه در تضاد با هم باشن. در سیمای آزادی اولویت رو به کدوم میدین؟ به سرعت یا به اطمینان از صحت و سقم خبر یا فیلمی که به دستتون میرسه؟ بله، سوال خیلی خوبی کردید خواهر مهری. این بحث سرعت و دقت از روزی که رسانه و رسانه اجتماعی تأسیس شده همیشه اون بالا بوده بین برای تابلو انتخاب. مثالش همه اهل رسانه میدونن، مثلا فوت تیتو رو اون رسانه برد که دو کلمه زد تیتو مرد، کما اینکه در انقلاب 57 هم اون روزنامه ای در واقع جلو زد که خروج و فرار شاه رو نوشت شاه رفت، هر جمله دیگه میخواست بنویسه زمان بیشتری مرد. یعنی همیشه جنگ به سرعت وجود داره تو رسانه ها که چی رو سریعتر بدن و براش باید استراتژی بچینن. خب همیشه این سیمای آزادی هم درگیر این جدال هست که سرعت و دقت، خب هر کدوم اینا بالاخره قوت و ضعفایی داره، ولی نهایتاً سیمای آزادی از اونجایی که یک رسانه مسئول هست و نسبت به مقاومت پیامدهای بعدیش پیگیری ها پیش و اقدامات بعدی که قرار روی این کارها سوار بشه مسئولیت داره، به نفع نهایتاً دقت حل میکنه. در لحظه آدم خیلی، مثلا من و همه اونایی که دست اندر کار هستیم، خیلی با سختی، یعنی عواطف آدم به نفع یه هول میده به سمت اینکه به سرعت حل کنه. مثلا یک کلیپ اومده از یک اعتصاب یا از یک تظاهرات یا از یک مثلا پرتاب کوکتل، اینو سریعتر بدیم که همه همیهنانمون بتونن ببینن و خبرشو بشنون. ولی دقت چیزیه که میره بالاتر از این تابلو قرار میگیره و کما که در همین پروسه قیام هم دیدیم بارها رسانه های دیگه، چون رژیم هم در این زمینه کم مایه نمیذاره اخبار جعلی بده، کلیپ های فیک درست کنه بده، بعد خبرهای مجعول رو سر بده توی رسانه های اجتماعی و از اونجا وارد رسانه های دیگه بشن که خیلی رسانه هایی که در واقع بازاری هستن یعنی اگه چیز نشه ممکنه گول اینو بخورن و کما که خوردن و بعد خود رژیم دوباره میاد روی اون کلیپ فیک، هم خود اون رسانه رو مسخره میکنه، هم اینکه اعتماد بین این موضوع و قیام رو خدشه‌دار میکنه. چی؟ این خیلی مسئله مهمیه. الان سیمای آزادی به خاطر همین وسواسش روی دقت، که خب طبعا میگم خیلی جا ممکنه کنتر عمل بشه اینا، یک چیز بالاتری رو به دست آورده و اون اسمش هست اعتماد. اعتمادی که
مردم دیگه میدونن این رسانه سیمای آزادی هر خبری که میده، هر اسمی که میده، هر عکس شهیدی که منتشر میکنه، این دیگه خدشه‌دار نیست. یعنی تدقیق شده با دقت کافیه و اینجا اون کفه تعادل بین سرعت و دقت جوابشو میگیره. یعنی بهای اعتماد. دقت فکر میکنم توانمندی سیمای آزادی هم هست، چون تا جایی که من میدونم به هر حال شما از یک شبکه گسترده در داخل و خارج کشور برخوردارید که بتون امکان رو میده که بتونید خبرها و اطلاعات رسیده رو تدقیق کنید. بله، در واقع من میتونم بگم که این یکی از مهمترین ویژگی های اصطلاح اون خبرها و اطلاعاتی که سیمای آزادی ارائه میده و به مردم میرسونه، همچنان که ابوالحسن هم بهش اشاره کرد. بله، خبرهای موثق با دقت بسیار بالا در این خلاصه کورانی که رژیم همچنان که ابوالحسن گفت به شدت تلاش میکنه که با پمپاژ خبرهای دروغ و کلیپهای دروغ بتونه مخدوش بکنه. شاهدش هم بودیم نمونه هاشو. بله بله، کلیپهای دروغ، خبرهای دروغ منتشر میکنه، بعد روی همون خودش هم میاد سوار میشه و شروع میکنه به پیش بردن خط و خطوط. دقیقاً. حالا ما به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنیم. فقط من یک سوال. آره بله، میدونیم که در همیاری چه کار سنگینی در انتظارتونه. قبل از اینکه خداحافظی کنیم از برادرمون ابوالحسن، الان در مورد همیاری یک سوال تکراری هم از خود شما بپرسیم که چه صحبتی داری در این همیاری به عنوان یکی از دستندرکاران سیمای آزادی با هموطنانمون؟ اجازه بدید هم وصل به اون صحبت قبلی که کردیم، امروز یکی از همین ایادی رژیم، یکی از به اصطلاح کارشناساش توی سخنرانی که در این شامورتی بازی های حول حاج قاسمشون که داشت صحبت میکرد، یک جمله گفت، جملهش خیلی جالب بود. گفتش که ما یک تاریخی داریم که حاج قاسم ها داره و یک تاریخی داریم که مریم رجوی رو رئیس جمهور خودش قرار میده. این به نظرم خیلی حرف دقیقیه، از موزه دشمن زده شده، ولی دقتش اتفاقا همینه. این دو هماورد رو خیلی قشنگ نشون داد، تاریخی که اوج رذالت و جنایته که سمبولش همون قاسم سلیمانی دشخیم هست و این طرف مقاومتی که سمبولش رئیس جمهور برگزیده مقاومت خواهر مریم هست. این هماوردی ساخته شده روی رنج، دریایی از رنج و خون طی چهار دهه و سیمای آزادی این افتخار رو داشته که بخش‌هایی از این مقاومت رو، این که میگن بخش‌هایی به خاطر اینه که مقاومت ما معمولا میگن یه پدیده که خیلی بزرگ هست، مثلا یه کوه، باید بیای تو دامنش این رو ابعادش رو نگاه کنی. مقاومت ایران اینجوریه که دامنه نداره، فقط قله داره. وقتی از یه قله نگاه می‌کنی می‌بینی قله بزرگی، میای عقب‌تر می‌فهمی اون چه قله بزرگی بود، ولی بعد می‌بینی روی قله دیگه هستی، بعد از این قله به اون قله، یعنی یک سلسله جبالی از قلل افتخار و پیروزی و نبرده که سیمای آزادی این قلل رو باید منعکس بکنه و این نقش خیلی سنگینی هست. منتها چجور حل میکنه؟ چون اون بحث خواهرمون شهناز هم بود که گفت استقلال و مستقل بودن. این بحث با خانواده مقاومت حل میشه. یعنی سیمای آزادی، شبکه بزرگی که خواهر مهری اشاره کردن، از اقصی نقاط ایران، از دورترین روستاهای ایران گرفته، از زندانها گرفته، درون زندانها، شهرها و شورشی ترین شهر جهان تهران گرفته تا اقصی نقاط دنیا. شما ببینید همین امروز مثلا تظاهرات ایرانیان در شهرهای مختلف، برای خیلی در بیش از 20 شهر هوادارهای مقاومت تظاهرات کردن. در طی این سالیان روزی نبوده که خیابونهای تمام شهرهای دنیا از حضور اشرف نشانها خالی باشه. تظاهرات و تحصن هزار روزه داشتن جلوی کاخ سفید، تظاهراتی که قطع نشده، تظاهرات سالیان ژنو، شهرهای دیگه، بعضی از شهرهایی که واقعا آدم تعجب میکنه، مثلا در قبرس هوادارهای مقاومت مستمر تظاهرات میکنن، در کشورهای کوچیک بزرگ. این خانواده مقاومت به همدیگه زنجیره و سیمای آزادی رو هم همین خانواده مقاومت هست که در واقع کمک میکنه، به پیش میبره و ادامه کارش رو تضمین میکنه. مثلا ببینید همین بحث فیلم ها، تصاویر و اسناد قیام که از داخل میاد، خب این انواع و اقسام پیگیری ها داره، وسایل میخواد، چه از داخل خبرنگارای سیمای آزادی که در داخل کشور هستن، از تلفن هاشون، دستگیری هاشون، تلفن هاشون رو میگیرن، باید عوض کنن، تکنیک های جدید.
تا برسه به سیمای آزادی. از این طرف انعکاسش ماهواره 24 ساعته، ماهواره 24 ساعته کم چیزی نیست برای یک مقاومتی که مستقله و نه دولت‌ها زیرش میمونن. و این چجوری حل میشه؟ با کمک و همیاری هموطنان. و من فکر میکنم از اون طرف وظیفه ماست که هرچی بیشتر تلاش کنیم تا این انعکاس این مقاومت و این سلسله جبال مقاومت و پیروزی رو بهتر انعکاس بدیم. و از اون طرف هم همه هموطنان و همه هممیهنانمون، گفتم از ایران تا خارج و اشرف نشانها، این کمک به سیمای آزادی و در واقع تضمین ادامه کارش و ارتقای کارش بر عهده ماست. در واقع همه ما با هم، سیمای آزادی برامون یک وظیفه ملی میهنیه، حفظش و ارتقایش. و این فکر میکنم اصلی ترین پیام این همیاری باشه، کمون که در همیاری های قبلی هم همینطور بوده و هست. و انشالله که در این همیاری کمک های قابل توجه هموطنانمون رو داشته باشیم و ادامه بدیم به این کارم. تشکر از شما برادر ابوالحسن، خیلی ممنون از شرکتتون در برنامه. درود بر شما، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و شنیدیم صحبتات رو. خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم. قربان شما، خدا نگهدار. آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای شما و دیگر دوستانمون در پشت صحنه داریم. خب بعد از صحبتی که با برادرمون ابوالحسن فولادوند داشتیم در ارتباط با همیاری و فعالیت‌های سیما، شما دقایقی پیش تعدادی از خبرهای قیام رو گفتید، از جمله اینکه در آریاشهر، ستارخان، میدان انقلاب، صادقیه، شریعتی، خیابان انقلاب، حفاظ نارمرگ، ایستگاه متروی انقلاب هموطنانمون اقدام به تظاهرات و شعار دادن کردن. همچنین در شهرهایی مثل اصفهان و مشهد و گوهردشت کرج و مهاباد و قزوین. الان خبرهای جزئی تری به دستم رسیده از قیامی که همین امشب ما در نقاط مختلف تهران و شهرهای مختلف شاهدش بودیم. من استفاده کنم از فرصت به اطلاعاتون برسونم و بعد از اون تصاویری از همین قیام ها هم دوستانمون آماده دارن که خواهیم دید. در تهران امشب در منطقه اکباتان هموطنانمون به خیابون اومدن و با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دست به تظاهرات زدن. همچنین در خیابان انقلاب تظاهرات دیگری برگزار شده با شعار مرگ بر دیکتاتور. و باز هم در تهران در خیابان استاد معین دختران شورشگر با شعارهای شبانه، شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور دست به تظاهرات زدند. در نقاط مختلف تهران بوده. در شهر دشتی در استان هرمزگان هم امشب هموطنان دلیرمون تظاهرات کردند و ضمن سردادن شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، آدمک خامنه‌ای رو هم به آتش کشیدند. این ابتکار جدیدی بوده که امشب در هموطنانمون در شهر دشتی بهش دست دادن. در اصفهان هم امشب در چند منطقه از جمله در خاقانی هموطنانمون بر ضد دیکتاتوری دست به تظاهرات زدند و بر علیه خامنه‌ای شعار دادند. در کرج هم هموطنانمون در نقاط مختلف شعارهای شبانه سر دادند. همچنین گفتم تصاویری هم به دستمون رسیده از این تظاهرات هموطنانمون در نقاط مختلف. با هم دیگه میبینیم این تصاویرها و بعد باز هم در خدمتون برنامه یه ویژه ارتباط مستقیم به مناسبت در واقع در آستانه 27مین همیاری با سیمای آزادی رو ادامه میدیم.
شریعتی 18 ایده قسم به خون یاران ایستاده این جفایو دیوار مردی شما به فریبا این شما
نگه نوره یارو با این جایی جوری پاک میزنه بری بیرون خودش داره خودم ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک کلام از نگاه تو شکل می‌بندد خوشا نظربازی ها که تو آغاز می‌کنی پس پشت مردمکانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب می کند ورنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست در ستار باران همیاری عزم و اراده یک خلق را به تماشا ایستاده ایم ایرانیان آزاده با عواطفی سرشار به حمایت از مقاومت سرزمینشان برخواستند و آمدند تا چشمنداز روشن پیروزی را با دستان خود ترسیم کنند سخن از فروزان کردن شعله های آزادی خواهی است چراغی در دستم چراغی در برابرم من به جنگ سیاهی می روم برنامه رو در خدمت شما هموطنان عزیز ادامه میدیم ویژه برنامه ارتباط مستقیم به مناسبت فرارسیدن 27مین برنامه همیاری با سیمای آزادی یا به قول یکی از هموطنانی که امشب تماس گرفتن گلریزان قیام مهمون این قسمت از برنامه‌مون برادر مجاهد خسرو شکراللهی هستن سلام میکنم خدمتتون خوش آمدید به این برنامه سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت حمید عزیز و همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و هموطنان گرامی در خدمتتون خیلی ممنون که شرکت کردی در این برنامه خواهش میکنم بعد خسرو ما میخوام یه بحثی رو با شما درباره همیاری داشته باشیم مثل همیشه که همکار برنامه هستید با ما همراهی بله. ولی اگه اجازه بدین قبل از اون اولویت رو بدیم به تماسا بله حتما هموطنی از کانادا پشت خط هستن سلام میکنم به اکرم خواهش میکنم بفرمایید با سلام خسته نباشید تشکر از فرصتی که در اختیارم گذاشتین فرصتی که تشکر کنم از شما خرمهری و برادرمون آقای رفیعی درود بر شما و تمامی دست‌اندرکاران سیمای آزادی و جا داره که سلامی داشته باشیم به وسعت ایران با خبرنگاران سیمای آزادی در داخل ایران وظیفه خطیری در این قیام رو به عهده گرفتند و بیش از 4 ماه هست که شبانه روز ما رو در جریان قیام از طرف خیابان‌های سراسر ایران گذاشتن. فکر می‌کنم که بسیار بجاست که این 27مین همیاری رو همیاری قیام برای سرنگونی نام بگذاریم. من در 26 همیاری گذشته شرکت داشتم اما این بار با دوستانم در این دوران قیام و سرنگونی با عشق به پیروزی مردم ایران مصممتر تا به میدان میگذاریم و چه چیزی در این دوران دلپذیرتر از کمک به سیمای آزادی یه تلویزیون مستقل، مردمی و بدون سانسور اما از سانسور که میگم چون در این مدت توییت میکنم و در جریان اخبار از رسانه های دیگه هستم میبینم که حتی این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو حتی این یعنی این خبر رو پخش نمیکنن و کلا تلویزیون هایی که وابسته هستن سانسور میکنن رسانه ای رو
مثل خود همین رسانه سیمای آزادی بدون سانسور نمیشه پیدا کرد. حالا در انتهای صحبتم رو میخوام کوتاه کنم، فقط میخوام بگم با 27 گلریزان همیاری عهد میبندیم، با محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی، سید محمد حسینی و محمد ریگی سربداران سر موضع قیام 1401 که با شعارشون، شعار مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، میریم که در کنار بقیه تعهداتمون این همیاری رو هرچه با شکوه در و در خور قیام کف خیابانهای ایران برگزار کنیم. متشکرم. درود بر شما، بسیار سپاسگزارم اکرم عزیز از شما و از این تجدید عهد زیباتون با شهدای قیام برای به عهده گرفتن تعهد در 27 همیاری. درود بر شما. بعد خسرو بفرمایید نکاتی رو در صحبتشون گفتن خواهر اکرم. بله، ضمن سلام به خواهر گرامی هم اکرم از کانادا، اجازه بدید اینطوری در رابطه با صحبتهای خواهر اکرم بگم. من داشتم مرور میکردم که وقتی بیام خدمت شما و بینندگان عزیز چی رو بگم، تقریبا همه محورهایی که در ذهنم آورده بودم و یادداشت کرده بودم الان کار منو خیلی ساده کردم و گفتم. میخواستم از استقلال سیمای آزادی بگم، اشاره کردم. میخواستم از کاری که سیمای آزادی داره میکنه و خودش باطل کننده سانسوره بگم، گفتم. میخواستم از این که این شرایط خاصی که این همیاری داره درش برگزار میشه، در حالی که در کف خیابونها شما دارید، امشب هم حتی که در بهبوه این تماس مستقیم هستیم، ناچار هم که باید قطع کنید و اخبار قیام رو برسونید. ایشون گفتن این همیاری قیام و گریزان قیام است. بنابراین حرف کمی برای من باقی مونده. من با این حال ما سوال خودمون رو میکنیم. بفرمایید و همه چیز رو ببینید. بعد خصوصا شما معمولا تو برنامه های که شرکت میکنید به درستی بسته به تحولاتی که در اون زمان مطرحه، بله، مثل وضعیت رژیم، مثل تعادل قوای بین مقاومت، مثل کارزارهایی که مقاومت داره، مثل شیطان سازیایی که رژیم میکنه، از بیرون به موضوع نگاه میکنید و تجزیه تحلیل میکنید. من خواهشم اینه که الان به همیاری، هم به پدیده‌ای به اسم همیاری، بله، سیمای آزادی سالهاست با اتکای به اون تونسته به کارش ادامه بده، بله، بگین که چجوری نگاه میکنید و تجزیه تحلیلش میکنید. بله، سوالتون در درون خودش یک تناقضی رو در وجود من شدت میده. به همیاری وقتی نگاه میکنم، شما میگید بگید که چطوری من وقتی به همیاری نگاه میکنم دوست دارم که ساکت باشم و چیزی نگم و گوش بدم و آموزش بگیرم و انگیزش بگیرم. در این حرف هم خدا رو شاهد میگیرم که هیچ اقراقی نمیکنم. فرقی نمیکنه در این همیاری یا اون یکی یا اون یکی. یک روحی رو وقتی شما نگاه میکنید، همون چیزی رو میبینیم که من به عنوان یک کسی که دارم نگاه میکنم دوست دارم فقط بشینم و درس شرف و افتخار رو از یک خلق به پا خواسته، از یک ملت به پا خواسته بگیرم که در تماسهاشون خودشونشون میده، در حرفایی که میزنن خودشونشون میده، در کنار آموزش انگیزش بگیرم. باز هم خواهرمون اکرم بهش اشاره میکرد که این راه رو تا به آخر ادامه میدی. بنابراین من وقتی به همیاری نگاه میکنم، اولین چیزی که میگیرم اینه که دوست دارم ساکت باشم، بشینم و گوش بدم و از تک تک جملات هموطنانمون، از تک تک حرفاشون، از داخل کشور، از خارج کشور، فقیر، غنی، هر کسی، پیر، جوان، همه اینها حرفشون یک آموزشی برای من داره و در آن چیزی که در پایان یک همچین همیاری همیشه در خودم دیدم، احساس مسئولیت سنگین تری به عنوان یک عضو کوچکی از این خانواده بزرگ مقاومت بر دوشان برای اینکه تجدید عهد بکنم با همه عزیزان و همه شهیدانی که الان باز خواهرمون اکرم اسمشون رو آوردن، تجدید عهد که راه اونها رو تا به آخر ادامه بدیم.
و این درست که باید در این مسیر استوارتر با احساس مسئولیت بیشتر هرچی بیشتر گام بزنم. بعد خسرو امروز هموطنانمون تو تماسایی که داشتن بله. همیارای سیمای آزادی گفتن تا به آخر در کنار سیمای آزادی می ایستیم. چه ضرورتی داره این کار؟ ببینید ضرورتش ابتدا از دشمنیه که در مقابل خلقمون ایستاده و مبارزه‌ای که خلق ما داره با این دشمن میکنه. با دشمنی روبرو هستیم که خونریزی، صفاکی و این یکی از ویژگی‌هاشه. ویژگی دیگه‌ای که داره همین کار رو، یعنی همین وحشیگری ها رو باش کامل میکنه و باش استمرار میده، همین دجالیتشه. بله. و چه نقشی داره سیمای آزادی در این نبرد؟ ببینید همین که الان بازم اشاره میشد، ببینید وقتی که شما این پرده سانسور رو که رژیم آخوندی میخواد برقرار کنه میدارید، با اخبار، با حرفایی که میزنیم، با افشاگری هایی که میکنه سیمای آزادی، با روشنگری که میکنه، این در واقع ضربه ای هست به همین دشمن، به همین دشمنی که خلق ما علیش 40 ساله در مقابلش قیام کرده. این روزا داریم نمودش رو و به قول یکی از هموطنانمون باز تولید همین مبارزه رو در کف خیابان ها میبینیم و استمرارش رو در کف خیابان ها میبینیم. ببینید ما با رژیمی روبرو هستیم که جنایتکارانه، غیر قابل تصور، آمدانه، آگاهانه هواپیمای اوکراینی رو میزنه، سرنگون میکنه، 4 روز بعدش دروغ میگه، دروغ تحویل جامعه، تحویل جامعه جهانی میزنه، 4 سال از پاسخگویی بهش شانه خالی میکنه، ولی میره در سالگردش محل جنایت خودش رو گلباران میکنه، محل جنایتی که خودت مرتکب شدی. و امروز در 3مین سالگرد میگه دادگاهش داره هنوز بررسی میکنه. داره هنوز بررسی میشه. 2 تن از جوانهای قیام آفرین رو اعدام میکنه به دلیل اینکه مزدوری که داشته مردم ما را سرکوب میکرده، تظاهرات مردم ما را سرکوب میکرده، کیفر دادند، اینها رو میگیره اعدام میکنه، در صورتی که 750 شهید تا حالا بوده، بیش از 600 اسامی رو سازمان مجاهدین اعلام کرده. کی اینها رو کشته؟ آیا یکی از اینها به نتیجه رسیده؟ ببینید دجالیت در جنایت و دجالیت دست به دست هم در اوج خودش. بله. خب این پرده لازمه دریده بشه، با این باید مقابله بشه، برای اینکه قیام مردم ایران پیشروی کنه. این یک مسئولیتی، عرض کردم مسئولیت بر دوش خودم احساس میکنم وقتی که خواهرمون اکرم داره میگه که یک سیمای بدون سانسور و منی که میام در خدمت شما، در خدمت هموطنانمون، باید این مسئولیت رو احساس میکنم. و این ضرورتش از در افتادن با همچین رژیمیه، ضرورت استمرار سیمای آزادی از در افتادن با چنین رژیمیه. بنابراین این هم یکی دیگه از درسایی که من میگیرم، عرض کردم خدمتتون. بله. سیمای آزادی همین، ببینید واقعا جای صحبتش نیست، انشالله اگر فرصتی باشه میگم، اصلا تاریخچه جنبش آزادی خواهانه مردم ما از صدر مشروطه تا حالا جا به جا عجین بوده با نبرد با سانسور. سانسور همین سانسور مطبوعاتی جور، رسانه ها عوض میشن، یک موقع مطبوعات هست، روزنامه دیواری بوده، روزنامه بوده، تا میرسه به الان که فضای مجازی است. ولی اصل یک چیز بوده، ملتی که به پا خواسته تا به آزادی برسه، تا آخرش ایستادگی میکنه، از همه ابزار هم، از همه ابزار هم استفاده میکنه تا به این مقصد برسه. اینطوری که شما میگین، در واقع شما یک نقشی فراتر از یک رسانه معمولی قائل هستید برای سیمای آزادی، چرا؟ بله، من ممکنه فرصت نباشه، من سیمای آزادی رو به ارث برنده میراث افتخار آفرینی از، اجازه بدید نمیخوام وارد تعاریف اکادمیک کلمات بشم، فقط برای تفهیم و تفاهم، به ارث برنده میراث افتخار آفرینی از ژورنالیسم مترقی و انقلابی و وطن پرستانه میدونم که از صدر جنبش مشروطه تا حالا، ژورنالیسمی که قلم رو در خدمت آزادی خلق به کار برده، ابزار تبلیغ رو در خدمت آزادی خلقش به کار برده و تا حالا در برابر دیوار اختناق ایستادگی کرده. این واقعا بحث جداگانه هست که فکر نکنم فرصتش باشه در اینجا بپرسیم، ولی این هم یکی دیگه از جنبه، یعنی برای من این همیاری هم جنبه سیاسی داره، ایستادگی هم که شما فرمودید، ایستادگی در مقابل رژیمی دجال و پرده سانسوری که داره میتنه،
در بروی حقایق جامعه ما. گرفتن درس شرف، افتخار، آزادگی و تجدید عهد با آرمان‌های والای مردم ایران و خلق در زنجیرمون. و بعدش این نگاهبانی از چنین میراث غنی که به همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی و تمام عزیزانی که در سراسر جهان ممکنه قلمی بزنن در راستای آزادی وطنمون، همکاری بکنن در راستای آزادی ملت ایران، برای همه اونها به ما به ارث رسید. حالا چه چیزی باعث میشه که همیاران سیمای آزادی، چون ما ابتدای برنامه ما هم گفتیم که واقعا یکی از بهترین برنامه های سیما هست برای همه ما مجریان و دست‌اندرکاران سیمای آزادی و یک پرداخت عظیم در واقع که میتونیم مخاطب این همه از هموطنان باشیم. سوال اینه که چه چیزی باعث این انگیزش میشه که هموطنانمون از کوچک و نوجوان و جوان و از سراسر جهان تا جای جای ایران با این برنامه تماس میگیرن و در واقع یک وحدت و همبستگی در این چند روز بی‌نظیر شکل میگیره، پر از احساس و عاطفه. بخشید معذرت میخوام، خواهش میکنم یک چند لحظه شما رو متوقف میکنم. خواهرمون سیمین از کانادا، بله حتما بفرمایید. خط پایخط بفرمایید، بله صحبتشون رو بعد گوش میدیم به پاسخ شما. حتما سلام میکنم به خواهرمون سیمین از کانادا، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای رفیعی و خانم بهبودی و مهمون محترمشون. خیلی ممنون که اجازه دادین من صحبت کنم. خواستم اول از همه از تمامی دست‌اندرکاران سیمای آزادی از صمیم قلب تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خیلی عالی و روشنگرانه‌ای که شما می‌گذارید تو جامعه ما، به خصوص خارج کشوری‌ها که با انواع و اقسام رسانه‌هایی که بند نافشون به رژیم وصله و جدای ناپذیرم نیستن و شب و روز مشغول بافتن مهملاتی مثل نمیدونم اتحاد و مبارزه و حالا از این وری بریم از اون وری بریم کدوم وری بریم خلاصه آوردن تحلیلگرانی که تمام عمرشون حتی یک کار سیاسی نکردن و یا اگرم کردن با دستور رژیم بوده، مثلا اصلاح طلبا و نایاک و غیره و زالک. شما واقعا یک صدای محکم و رسا از مردم ایران هستین. اما ما مردم ایران که خانه سرنگونی هستیم احتیاج داریم که یه رسانه از خودمون داشته باشیم که حرف ما رو بزنه، مبارزه ما رو نشون بده، به دنیا بگه آقا جان ما چی میخوایم، ما آزادی میخوایم، نمیدونم دموکراسی میخوایم، چجوری حالا اینایی که میگیم چجوری میخوایم پیادش بکنیم، به چه طریقی میخوایم پیادش بکنیم. اینا چیزای خیلی مهمیه که خیلی از این مثلا رادیو تلویزیون هایی که الان وجود داره نمیگن و فقط زمانی که در ایران اینجور جوونا جون خودشونو میگیرن کف دستشون و خیابون میان و برای خواسته هاشون اعتراض میکنن، یه دفعه همه اینا مثل قارچ سر از خاک در میارن و همشون میشن تحلیلگر سیاسی. و من واقعا میگم ازتون تشکر میکنم که تو تمام زمینه ها، از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، برنامه‌های فوق‌العاده عالی دارین، خیلی روش زحمت می‌کشین. همه کسانی که دارن کار می‌کنن، من شنیدم همه یعنی بدون پاداش، بدون مزد، و این برای خود من خیلی 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 جالبه که یه همچین چیزی رو می‌شنوم. فقط می‌خواستم بگم از همه هموطنانم هم تقاضا کنم تا اونجایی که میتونن در این همیاری شرکت کنن. وقتی میگن 27مین همیاری، حد اقلش اینه که 27 سال زحمت کشیدن. میتونن کارهایی که سیمای آزادی کرده با کارهایی که رادیو تلویزیونای دیگه کردن بشینن نگاه بکنن، به قول معروف کلاه خودشونو قاضی کنن، ببینن که بدون اینکه تبلیغی داشته باشن، بدون اینکه به قول معروف تحلیل‌های عجولانه بدن، بدون اینکه خبرهای دروغ بدن بعد بخوان عذرخواهی بکنن، همه چی دقیق، مرتب، بجا هستش. از همه مهمتر ما سیمای آزادی صدای مردم ایرانه، صدای انقلاب مردم ایرانه. از
27 سال پیش حداقل بگیم تا الان بوده و هست. تظاهرات هایی که تو ایران میشه اگه به میل رژیم باشه یا بقیه نمیخوان این چیزا نشون داده باشه، ولی خبرنگاراشون که در ایران کار میکنن و این خبرها رو تهیه میکنن واقعا از جونشون مایه میذارن، نه اینکه طرف اینجا مثلا با فلان رسانه کار میکنه به عنوان عضو این رسانه میره اونجا میخواد گزارش تهیه کنه. اصلا یعنی اصلا قابل قبول نیست برای خود من وقتی که یه جوونی رو فقط به خاطر چپه کردن سطل آشغال اعدام میکنن، حالا به اونا اجازه بدن بیان خبرهای مهم تظاهرات های مردم ایران رو پخش بکنن. از این نظر بهتون تبریک میگم و از همه هموطنانم میخوام که در این همیاری شرکت کنن با آرزوی پیروزی مردم ایران، انقلاب دموکراتیک مردم ایران، و با آرزوی اینکه کشور ما بعد از 100 سال یادمون نره کریمپور شیرازی یه روزنامه نگار بود، بالاخره در هر زمانی خبرهای به یه طریقی گفته میشد، الان سوشال میدیاست نمیدونم به راحتی خبرها ممکنه این برون بر بره، ولی اون موقع باید اینا رو مینوشتن. کریمپور شیرازی کسی بود که آتیشش زدن به خاطر عقایدش. یادمون نره خبرنگارایی که مال سیمای آزادی هستن تو ایران خبر تهیه میکنن با هزار سختی برای ما میفرستن که ما از شرایط ایران آگاه بشیم، دنیا رو آگاه کنیم، دنیایی که تا سه ماه پیش هنوز هم پشت ایران وایستاده بود، ولی الان میبینیم نماینده های سراسر دنیا کفالت زندانیان سیاسی رو قبول میکنن. این خیلی مهمه. یکی یکی دارن از اون حال از اون مماشات قدیزی که قبلا داشتن داره یه مقدار کمرنگتر میشه. جنایت های سال 67 دادگاه حمید نوری، اگر سیمای آزادی نبود هیچ که از دادگاه حمید نوری خبردار نمیشد. اینقدر که سیمای آزادی و کسانی که برنامه تهیه میکردن هر روز اونجا بودن برنامه رو پخش میکردن، بقیه مجبور شدن یه چیزایی رو راجعش بگن. یادمون نره تنها رسانه ملیه و اگر قرار به کسی کمک کنیم سیمای آزادی. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما و پیروزی انقلاب مردم ما. با تشکر. درود بر شما. بفرمایید. من با تک تک نکاتی که خواهرمون سیمین گفتن نمیتونم بیش از این چیزی که اکنون هستم موافق باشم. حد اکثر موافقت رو دارم. چه تعابیر جالبی. تحلیل های عجولانه و خبرهای دروغ در ذکر رسانه هایی که رژیم آخوندی اشاعه میده و یا همدستان رژیم آخوندی، و یادی کردند از روزنامه نگار شهید کریمپور شیرازی. عرض کردم که فرصت نیست. اینم یکی از همون میراثاییه که به سیمای آزادی به دست رسیده، قلم هایی که این شهیدان زدند در راه آزادی ملت ایران، در راه جونشون رو به پاش گذاشتند، استقلال و جانشون رو پاش گذاشتند، که حالا انشالله اگر فرصتی باشه حتما در موردش باید حق اینها رو ادا کرد و در موردش صحبت خواهیم کرد. اما من فکر میکنم همونچنان که عرض کردم تمام صحبت ایشون چیزی جز تایید 100% خودم رو نمیتونم در بارش بگم. بفرمایید. من معذرت میخوام. بفرمایید شما. من در واقع سوالم این بود که چه انگیزشی و چه علتی داره که در برنامه‌های همیاری یک طیف بسیار وسیع و متفاوتی از سنین مختلف، اقشار مختلف در سراسر جهان و از جای جای ایران در واقع به یک نقطه نظر مشترک میرسن حول حمایت از سیمای آزادی و ایجاد امکانی برای استمرارش و یک وحدت و همبستگی ملی در واقع در اون چند روز به منصه ظهور میرسه. علتش چیه به نظرتون؟ ببینید وقتی شما وقتی کسی به کسی دیگری کمک مالی میکنه باید اعتماد داشت، یعنی حتما اعتماد داره. مثلا کسی به کسی پول میده حتما اعتماد داره که در راه اون هدفی که مد نظرش هست این هزینه‌ای که دارم، مثلا فرض کنید یک فردی پولی میده به یک فرد نیازمند دیگری، میدونه که این فرد نیازمند میخواد اینو در راه رفع نیازمندی‌های عاجلش که این پول رو میگیره. پس بنابراین بحث اعتماده. بارها و بارها خواهر مهری من این سوال از خودم کردم، صادقانه میگم
بارها و بارها همین سوال شما وقتی که برنامه همیاری نگاه میکنم به ذهنم اومده. چرا؟ آیا سیمای آزادی مثلا تونسته به لحاظ آیا تکنیک های خیلی مثلا جذابی مثلا در این دنیای عظیم قول های رسانه‌ای و بنگاه های سخن پراکنی با بودجه های میلیاردی و پرسنل چند هزاری آیا سیمای آزادی از این برخوردار بوده؟ و مثلا این جنبه هاش چشم مخاطب رو گرفته و اعتماد مخاطب رو جلب کرده؟ آیا یا بذارید یه خود سیاسی تر هم حتی خواهد آیا آنچنان که تبلیغ میکنن در دنیای رسانه و رسانه بی سمت و سو آیا بیطرفی سیمای آزادی باعث جلب اعتماد شده؟ جورنالیسم چون که یکی از پایه ها این است، میگن که شما وقتی میخواید منطقی هم هستم آموزش هم میدن در تمام دورهای آکادمی که هموطنان رو مراجعه کنن، یعنی دیگه این روزها کلاس های روزنامه نگاری و دروسش همه دانشگاه در روی اینترنت میزنن، شما میتونید دوره کاملش رو دانلود کنید و بخونید. بحث پایه اینه، اگر شما میخواید تماشاچی داشته باشید، تماشاگر داشته باشید و بهش اعتماد بکنید، بیننده بیشتری داشته باشید، باید بیننده بفهمه که شما واقعیت ها رو بدون سمت و سو دادن، بدون طرفیت منعکس میکنید. بنابراین وقتی من بفهمم این یک رسانه است که همه خبرها رو بدون اینکه هیچ طرفیتی به خرج بده دنبال میکنه، بنابراین اعتمادم جلب میشه. اگر فردا خبری بود که به ضرر من تمام میشد یا به ضرر مثلا جریان سیاسی یا جریان اقتصادی که توش هستم تمام میشد، دارم از این رسانه میشنوم، پس بنابراین به این رسانه مراجعه میکنم. حالا سیمای آزادی، سیمایی که اصلا داره میگه من هیچ خط و خطوط و هیچ سیاستی رو جز سیاست مردم ایران به پیش نمیبرم، یعنی از همون اول طرفیتش رو اعلام میکنه. ما رسانه بیطرف میگه من نیستم. شما روزانه این آگهی سیمای آزادی می گوش کردیم و میبینیم سیمای آزادی خط و سیاست هیچ قدرتی رو، هیچ دولتی رو غیر از سیاست مردم و ملت ایران رو پیش نمیبره. پس سیاستی که طرف داره، پس با سیمای روبرو هستیم، با رسانه روبرو هستیم که نه بودجه های آنچنانی و نه پرسنل چند هزاری و نه قدرت برابری تکنیکی با قولهای رسانه‌ای و بنگاه‌های سخن پراکنی داره و نه میگه که من بی‌طرفم و میگه نه من طرف دارم، طرف ملت ایران هستم در مبارزه آزادی خواهی. ولی با این وجود از حمایتی برخوردار میشه که غیر قابل قیاسه و هیچ رسانه‌ای در تاریخ ایران، لااقل من میتونم این رو به قطعیت بگم، حالا جهان رو نمیگم چون که ولی جای دیگه هم ندیدیم که همیاری بذاره یک رسانه‌ای در جهان. چرا دولت ها میذارن مثلا برای یک دولت مثلا فرض کنید آمریکا مثلا روز کارگر، یادمه اون قدیما که من دنبال میکنم همه چند ساله نمیدونم، در روز کارگر آمریکا که یک روز دیگه است، اون اول ماه می نیست، دونیشن جمع میکنن، کمک مالی جمع میکنن، ولی در مورد یک رسانه مستقلی غیر وابسته به هیچ قدرت و دولتی و مربوط به یک مقاومت و مربوط به یک مقاومت چهار روز سه روز همیاری بذاره. و مثل اون عزیزی که چند سال پیش میگو آقا من دیده بودم برای پول گرفتن صف بسیارن ولی برای کمک کردن مالی نیده بودن، اصلا من چهار ساعت دارم زنگ میزنم فرصت نمیشه. خب افتخارم میکرد که در این صف هست. سوال اینه که خب چه چیزی، این اعتماد از کجا اومده؟ این اعتماد من به نظرم از پایداری و ایستادگی بر سر همون مواضع سیاسی و مقاومت ایران، از اونجایی که بلندگو و منعکس کننده صدای این مقاومت حق بوده، صدای این مقاومت عادلانه بوده، پرچم خاص اصلی ملت ایران که همون حق حاکمیت ملی است رو منعکس کرده، این اعتماد جلب میشه علارغم همه اون شرایطی که قاعدتا باید علیه این اعتماد عمل بکنه در چارچوب قوانین شناخته شده ژورنالیستی. بله بله، شکر از توضیحات شما. بفرمایید. یه تعدادی خبر دیگه هم به دستمون رسیده و تعدادی بله، هم در دقایق پایانی بفرمایید. اجازه من به اطلاع برسونم. گفت در واقع اینجوریه که با اینکه الان در ایران پاسی از نیمه شب هم گذشته، اما خبرهای قیام همچنان داره به دست همکارانمون میرسه که به ما برسونن.
امشب در بابل هم طبق این خبرها تظاهرات شبانه برقرار بوده و مردم بر علیه دیکتاتوری بچه‌کش شعار دادن. در بندر عباس هم وطنان تظاهرات شبانه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای رو برگزار کردن و این شعارها را سر دادند و در مسیر تردد پاسداران با روشن کردن آتش مانع ایجاد کردند. امروز همچنین در چند دانشگاه هم دانشجویان آگاه و مبارز تظاهرات برگزار کردن، از جمله در دانشگاه تهران، دانشگاه کردستان، دانشگاه ملی، دانشکده علوم اجتماعی سنندج و دانشگاه علامه تهران. تصاویری هم از همین قیام‌هایی که امشب خبراشو دادیم باز هم دوستانمون اطلاع میدن که به دستمون رسیده، در آخرین دقایق برنامه هستیم، این تصاویر رو هم خوبه با هم دیگه ببینیم. Come on.
خب تصاویر قیام ها و تظاهرات هموطنان بود که قسمتی مال همین امشب بوده، بخشش هم که مال امروز بوده که شاهدش بودیم. از صبح تا کنم. شما نکته‌ای داشتید؟ نکته‌ای دارین در مورد چی که الان دیدیم؟ وقت از شعارها داشت پخش میشد خدمتتون عرض کردم واقعا تکون دهنده است. قسم به سربداران ایستاده ایم تا پایان. بله. جالب بود که حتی محله خودشون هم اسم بردن اکباتان بیدار است. بله. و شعار میدادن که نه زندان نه اعدام. بله ایستاده ایم تا پایان. نفرین بله. به آیین شما. نفرین به آیین شما. ببینید اینطوری که شما گفتید دقایق پایانی برنامه است، من بعد از دیدن این فیلم ها در دقایق پایانی و خب معلومه ببینید وقتی چنین شوری و چنین عزمی هست و چنین شجاعتی بعد از یک روز بعد از اعدامی که رژیم کرده و بعدش بسیجی که امروز رژیم رو انداخته بود، امروز که میدونید یک بساتی رو انداخته بود که مسخره بازی تحت عنوان دفاع از ولایت و فلان اینا و بعد از این شاخشونه های که میکشند علیه قیام آفرینان، مثلا یک سرکرده نیروی انتظامی رو عوض میکنن و فکر میکنن مثلا قیام مردم ایران بیدی است که با این بات ها بخواد بلرزه. وقتی همه اینها رو میبینیم من به خودم این جرأت رو میگیرم که به خودم اجازه بدم که از هموطنانمون به عنوان عضو کوچکی از این خانواده مقاومت به عنوان یک ایرانی دعوتشون کنم به همیاری، هرچه برگزاری همیاری، هرچه پرشکوه‌تر، هرچه چشمگیرتر و هرچه پرتنین‌تر، که همینطور که عزیزانی که تماس می‌گرفتن گفتند این در واقع همیاری با همین قیام آفرینان قهرمانیه. شما خبر خوندید از دانشگاه، دانشگاهی که این همه در همین سه ماه باز رژیم آخوندی سرکوبش کرد و تلاش کرد خاموش کنه صداشو، باز امشب ما داریم خبر از خیزش دانشجویان میخونیم و بنابراین با تشکر از فرصتی که دادید حرفم با هموطنانمون این هست که انشالله بتونیم این همیاری رو همچنان که یکی از عزیزان گفتند همیاری بکنیم که شایسته قیام کنونی که در خیابان‌های وطنمون در جریان هست باش. بله درود بر شما، خیلی ممنون. بله منم در پایان برنامه میخوام از تک تک هموطنانمون، از همه اشرف نشان‌ها در خارج کشور و همه هموطنانمون در داخل نیازمندانه از طرف تمام اعضای دستاندرکار در سیمای آزادی تقاضا کنم که همیاری رو به مثابه یک تعهد بسیار بزرگ و جدی و به نظرم در این ایام در رأس تعهداتشون قرار بدن و نه تنها برای خودشون که همیشه همیار و پشتیبان سیمای آزادی بودن، بلکه برگزاری یک کار بسیجی و جمعی تا ما بتونیم در واقع پاسخگوی تعهداتی که در قبال تک تک شما و همه مردممون داریم انشاءالله با کمک شما باشه. بله خیلی ممنون از همه توضیحات دوستان عزیز. همچنان که گفتیم پس وعده دیدار ما روز جمعه هست، شروع 27مین همیاری با سیمای آزادی و همچنان که خسرو هم گفت همه تلاش بکنیم دست به دست هم بدیم که پرشورترین همیاری رو در شرایط گسترش قیام در میهنمون داشته باشیم. تصاویری رو الان دیدیم، تصاویر دیگه ای هم به من اطلاع میدن که آماده هست، بنابراین ما به اتفاق برادرمون خسرو، به اتفاق شما خواهر مهری، از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی که روز جمعه هست در همیاری با سیمای آزادی که به اتفاق سایر همکارانمون در خدمت شما خواهیم بود. تصاویر رو با هم دیگه ببینیم و خدا نگهدار همگی شما. خدا نگهدار همگی شما.
داره دست جا کو شعار شبانه کرج مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای قاتل بیش لعنت